دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه را به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظات و دقایقی را که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر باشه، هم برای من، هم برای شما، هم برای تمام انسانهای کره زمین، حتی برای موجودات خارج از کره زمین. بعد از اون جر و دعواهای تلفنی و این که ما هنوز قرن 21 بلد نیستیم از تلفن استفاده کنیم، بلد نیستیم نظرمون رو بگیم و اینها، یه دوستی تماس گرفت و 100 دلار به تلویزیون مردم داد و گفت این آقایی که از نیوجرسی طرفدار، به قول خودش میگه ما پهلوی اللهی هستیم، افتخار میکنه میگه شاه اللهی نیست، پهلوی اللهیه، و گفت این بیاد ربع ساعت حرف بزنه و شما هم اصلا صحبت نکن، ولی حق نداره یک کلمه به اصطلاح بی تربیتی کنه، بی ادبی کنه، توهین کنه. اگه این کارو کرد قطعش کنید. گفتم آقا ربع ساعت چیه؟ من بهش نیم ساعت وقت میدم، ولی شما فکر میکنی اینا میتونن بدون اینکه به کسی توهین کنن، تهمت بزنن، صحبت کنن؟ نه، این آقای زاهد قرار ساعت 3 به وقت ما باهاشون برنامه داشته باشیم و بهشون گفتم برای کیفیت بهتر با اسکایپ، متاسفانه نتونست اسکایپ رو درست کنه، حالا از طریق فیسبوک. چه روزگاری شده، چه دنیایی شده، اینقدر از طرق مختلف میتونیم با هم تماس بگیریم که بعضی وقتا یادمون میره تماس بگیریم، بعضی وقتا هم اگه تماس میگیریم اون طرف اون ور نیست، یه جای دیگه هست. بماند امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت واشنگتن، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا و یک قسمتای از کانادا با بله سلام آقای سوربی، صدا خوب نیست. متاسفانه من نمیدونم، فیسبوک اشکال پیدا کرده و کاریشم من نمیتونم، با بلد باشم بفهمم اشکال چیه رفعش کنم. میبینیم که وقتی ضبط میکنه سیستم ما، بعد تو یوتیوب خوبه. اتفاقا اون روز به جای از صفحه خودم از پیج مردم تیوی پخش کردم، بهتر بود. میخوام حالا این کارش کنم. اگر صدای من میشنوید بیاین روی اون، برید دوباره بیاین یه دقیقه اجازه بدید. اند لایو ویدیو اند، یه چیزی خرابه فیسبوک، کارش یه جای اشکال پیدا کرده و صداشم در نمیاد. میدونی که اینایی که این سیستما رو دارن به ندرت ممکنه صداشون در بیاد. در صورت داشتم اینو میگفتم، از اون دوستی که 100 دلار تلویزیون مردم دادی ممنونم، متشکرم. همین که این بلنگو رو، باتریش رو شما پرداخت میکنی که ما بلنگو بگیریم دست اون، میکروفون رو من به اون دست دیگه‌مون میگیریم جلو دهن اینا، حالا ببینیم بلد صحبت کنه، بره بنویسه چند تا سرتیت از خوبی های شاه، از خوبی های بابک خرمدین، از رستم زال، از آقای فرخزاد، از بابک هر کی، از کاوه آهنگر، بیاد صحبت کن مثل آدم. بعد یک کم هم یاد بگیره پیامگیر چیه، وایس میل چیه، انسرینگ ماشین چیه، انسرینگ سیستم چیه. بابا به قول آمریکایی‌ها فور گاد سیک داری تو نیوجرسی زندگی میکنی. خب بذارید من این برنامه لایو رو یک بار دیگر راه بندازم، این بار از تلویزیون، از صفحه مردم تیوی، که امیدواریم با کمک های شما مردم تیوی بمونه و ما مردم تیوی نشیم. بله، خب آقای زاهد، این لایو ویدیو رو من از مردم تیوی راه انداختم، شما به من بگید چگونه است. من میدونم چیه، ما یه میکروفون جدید اینجا اضافه کردیم، شایدم این باشه. Accessing your camera default microphone. بذارید حالا من این میکروفونم عوض کنم با لاجیتک. الو الو، بله، go live. خب حالا میام اینجا از صفحه مردم تیوی شیر میکنیم با سوربی. روزگار غریبی است، هی هرس میزنیم تو این سوراخ، تو اون سوراخ، تو اون سوراخ، تو اون سوراخ. آمریکایی‌ها یه مثلی دارن، میگن این خمیر رو وقتی شما میکشی وسطش سوراخ میشه. نونا دیدین دورش چجوری کلفته، بعد نون دور بریزی وسطش هم میسوزه، مال این که خیلی کشیدنش. خب بذار ببینیم مردم تیوی الان اینجا لایو ویدیو،
یک دونه. بله اینم یه دقیقه وقت ما رو میگیره، ولی خب چه کنیم دیگه، دوستان نیستن که بگیم آقا مجید شما از اونجا انجام بده، سعید جان شما از اونجا انجام بده، یه روز مکزیکن یه روز این ورن یه روز اون ورن. و اما شعر ناو پابلیک یا نیو پابلیک اصلا دقت. 100 دلار اون دوستمون گذاشته که این آقای شاه اللهی پهلوی اللهی بیاد صحبت کنه، اون کسی که از نیوجرسی هست با شماره تلفن 908. و اما قبل از برنامه دوستی از ایریا کد 949 نوشته بود که من چگونه کتاب خدا سالاری و درماندگی رو اوردر بدم یا سفارش بدم. گفتم خیلی ساده است، روی لینک مردم تیوی کلیک کنید حمایت کنید. حالا ما بستگی به حمایتتون، اگه دیدیم شما مثلا 25 دلار دادی یک کتاب میفرستید، اگه دیدیم لطف کردی 50 دلار دادی دو تا کتاب میفرستید، دیدیم 100 دلار دادی 4 تا کتاب میفرستیم، تا 3 تاشم به دوستاتون اینور اونور بدید. این از این. امروز آگهی ناگفته هایی از تاریخ معاصر رو هم انجام میدیم. آقای انصاری هم قرار شده دوشنبه با ما باشن و عذر میخوام از شما اگه تا حالا دو سه بار این برنامه ایشون پستپوند یا به تعویق افتاده. نمیدونم امروز بازی فوتبال هست یا نه، ولی گویا مسابقه فوتبال ایران و پرتغال قرار هست یک خانم داوری که این خانم داور از لحاظ زیبایی اندام به قول فرخ عزیز که من روز یادم رفته بود بادی بیلدر یعنی چی و اینها، ایشون گفت زیبایی اندام به اصطلاح تو اون قسمت ها هم هست و عکساش هم این ورور هست. حالا اجازه بدید من بهتون نشونم میدم ببینیم که حالا وقتی این داور بازی هست و میدوه، شما میدونید که واقعا دوربین داورها رو بیشتر از تک تک بازیکنان نشون میده. اگه 12 تا بازیکن هست و یه داور یا 3 تا داور، اون داور وسط زمانی که دوربین اونو میبینه بیشتر از زمانیه که یکی یکی این بازیکنها رو میبینه. و یک کار خیلی زشتی این آخوندها انجام میدن که میان یک به اصطلاح علامت مثل ستاره و این چیزای سیاه رو میذارن اونجا. بذارید از آقای شاهین فتحی به اصطلاح بپرسم که صدا چگونه است، بهشون خوش آمد میگم، ممنونم که با ما هستن. این آقای فتحی بعضی وقتا یه چیزایی رو فیسبوک می‌نویسه واقعا قابل تحمل و تأمل و تعمق و تحقیق. بله میگن که سلام، صدا نسبت به گذشته فقط کمی بم شده. سلام آقای سوربی، صدا خوب نیست، من الان نفهمیدم اون یکیه. anyway دارم دنبال عکس این خانم داور فوتبال میگردم بهتون نشون بدم. نمیدونم خودش پرتغالیه برزیلیه کجاییه، ولی گفت هر وقت گفت بله اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگرم خدای روزی گفت فتبابا چی میگم فتبارک الله احسن الخالقین، موقعی بوده که این خانم آفریده، نه من و این آخوندهای زشت و شاه دماغ گنده و رضا پهلوی نمیره پول بده دندوناشو صاف کنه. من نمیدونم اینا پول میخوان کجا ببرن. معروفه که آخوندها جیباشون خیلی عمیق و گود و میتونن پول جمع کنن. حالا مثل که این آقا رضا هم چون مادرش سید است و اینا. بله میگه که خدا به فریاد سانسورچی های صدا و سیما برسه. خانم فرناندا کلمبو از برزیل و کوبای و خوبای عرصه داوری، نمیدونم خوبای عرصه داوری که اولین داور زن در تاریخ جام جهانی هستند. قضاوت بازی ایران و پرتغال به عهده ایشون هست. خدا به داد صدا و سیما برسه. چه خاکی میخواد تو سرش بریزه. آقا چقدر شما ساده هستی. اونا اونجا میشینن کیف میکنن لذت میبرن اصلشو میبینن، برای مردم روش ستاره و نمیدونم شطرنج و اینا میذارن. چه حرفی که شما میزنی، چه خدا به دادشون برسه.
در هر صورت ممنون و متشکرم. اجازه بدید که بعد بهتون بگم امروز با این دوستی که مصاحبه میکنم، من چند سال پیش هم یه فیلمی ایشون ساخته به نام My Enemy My Brother، یعنی دشمن من برادر من، داستان جنگ ایران عراق هست، سرباز ایرانی و سرباز عراقی که اون یکی میخواد اونو بکشه و نمیکشه و بعد اسیر میشه و بعد آزاد میشه، حالا دوتاشون تو کانادا هستن اینها. در صورت جالب اینه که این دوتا، این دوست ما که امروز قرار ساعت 3 با ما صحبت کنه، از جنگ ایران و عراق و از اسارت و از آزادی و از زندان و از دیپریشن یا افسردگی نمیخواد صحبت کنه، میخواد از این اپوزیسیون صحبت کنه که درود ورود و چاخان و اینها، ولی افتادن به جون مردم و پول مردم رو به هر بهانه‌ای قرض میکنن، شیادی کلاشی، و پس نمیدن. اینم از این. خیلی ممنون. این آقای حمید نصیری وقتی بگه ویدیو به اضافه آدیو مساوی گریت، یه بیلاخ آمریکایی هم بذاره روش، یعنی دیگه اصلا من کاری به هیچ کس ندارم. حمید جان خیلی خوشحالم که اینجا هستی و هر وقت خواستی بیا امریکا بگو برات یه دعوتنامه بنویسم. فقط وقتی دعوتنامه رو نشون کنسول یا سفیر میدی عقب وایسا، چون این وقتی پارش میکنه ممکنه این پودر کاغذ و اینا بریزه تو سگ صورت. دست ممنون و متشکرم. بله، درباره این دوست ما آقای زاهد هفت لنگ، وقتی تو فیلم صحبت میکنه اون مترجم یه کمی شیطنت میکنه. میدونیم هممون ایران بودیم که خیلی از این جوانها، مخصوصا جوانهایی که مال خوزستان بودن، ماشاءالله 12 سالش بود مثل یه مرد 20 ساله ریال پیکلش بود. ما دوستی فامیلی داشتیم اینجا، چی بگم، از 8 سالگی 9 سالگی باید براش تیغ صورت تراشی میبردی برای کادو. بمانه، خیلی از ایرانی ها خودشون رفتن و داوطلب شدن، خیلی ها شناسنامه داداش بزرگترشون برداشتن رفتن. از اینکه جمهوری اسلامی و آخونده سوء استفاده کردن از جوان ها و بچه های زیر سن قانونی رو بردن هیچ حرفی نیست، ولی اگر آقای زاهد هفت لنگ و چهار لنگ و اینا که میدونی این قومای مختلفه، فکر کنم بیشترشون هم لور هستن، حالا ایشون هم عربه هم لور، با هم صحبت میکنیم ساعت. اگر ایشون میاد میگه وقتی من دیدم مدرسه‌مون بمب زدن، کشته شد همشاگردیامون اینها، من رفتم به جهاد یا به سپاه یا به بسیج، هرچی جهاد بسیج فلان اینا پیوستم، مترجم نباید بیاد بگه اینا رو 13 سالگی به جبهه اعزام کردن. اعزام کردن موقعی که شما رو توی ارتش به اصطلاح اینجا میگن درافت، خدمت نظام وظیفه یا هر چیزی، بعد شما رو 3 ماه آموزش میدن که تو دوره جنگ ممکنه 1 ماه آموزش بدن، ممکنه 2 روز آموزش بدن و بفرستن اعزام کنن. ولی وقتی یه نفر میره خودش میپیونده به اونها داوطلبانه، مترجم این شیطنت رو باید کنار بزن، باید حقیقت رو بگه، اصلا مترجم ها قسم خورده. خیلی ممنون. آقای هوشنگ شیرازی هم اینجاست. هوشنگ جان به احتمال زیاد دوشنبه صبح کتاب شما رو پست میکنم و به جریمه این که اگر 50-50 اگر من اون کتابی رو که شما 10 دلار و 10 سنت فرستادی من روی اینترنت یا نفرستادم یا به دست شما نرسه، یک کتاب حقیقی هم برات میفرستم. و این کتاب از کتابایی هست که آقای پتیک لط کرده، 80 تا کتاب، کتابای مختلف رو خودش طی سالیان طولانی خونده برای ما پست کرد و ما متاسفانه نتونستیم اینجا بفروشیم، یا من فروشنده بدیم یا شماها خریدارای بدی هستید یا هر دو. در هر صورت 2 تا کتاب من برای شما میفرستم، یک کتابم فرستادم که تا اون روزی که این کتابا به دستت برسه شما اون کتاب رو بخونی. و خیلی خوشحالم که با ما هستی. امیدوارم این آدرسی که به من دادی آدرس جدیدت باشه، چون گفته بودی که داری به اصطلاح اسباب کشی میکنی، و این هم از این ماجرا. خب عقل بشر دوستمون از خلیج فارس، میدونید که چهارشنبه ها برنامه هایی رو دارن و حدود 20 دقیقه 18 دقیقه از طریق آدیو یا صدا با شما صحبت میکنن و نظرات خودشون رو
به شما منتقل میکنن. حالا شما مختاری نظرات ایشون رو قبول کنی یا قبول نکنی، یا اگر جرقه ای در کلت ایجاد میکنه بری دنبالش و ببینی این آتیش باید روشن بشه یا خاموشش کنی، باید نفت بریزی، بنزین بریزی روشنش کنی، یا آب بریزی خاموشش کنی، بی خیال از کنارش بگذری. در صورت اینم از ماجرای عقل بشر که امروز یک پیام فوق‌العاده فرستاده به خاطر ماجرایی در مصر و حج مصر. ما تا حالا شنیده بودیم که حج میرن عربستان سعودی، ولی مصر خبر نداشتیم. حالا ببینیم این دوستمون چی فرستاده. بله، میگه که عقل بشر 49 حج مصر. حج مصر، بذارید با هم گوش کنیم یک لحظه، من اینو بچرخونم. بعد تصمیم گرفتم تبلیغا رو هم دیگه وسط برنامه یا آخر برنامه نشون ندم، هر 30 دقیقه‌ای که میریم یه دونه تبلیغ نشون بدیم، بعد به این صورت باشه که این 1 2 3 بریزیم توی قوطی، هر روز بر بیاریم قشنگ ببینیم مثلا گفته تبلیغ 1 امروز آقای اندیشکده باشه، آقای لادن باشه از اندیشکده، یا کتاب آقای انصاری باشه، یا اون به اصطلاح واگذاری محل بیزینس خانم فری شوبیری بوکا لاونج باشه، یا والنتاین. 4 تا چیز داریم دیگه، 4 تا فعلا آگهی داریم. این 4 تا رو اینجوری به ترتیب که به اینها هم اجحاف نشه، اگر بتونیم به قولی که میدیم عمل کن. خب عقل بشر حاضره؟ عقل بشر واقعا حاضره؟ نرفته مرخصی؟ ببینیم چی میگه این دوست عزیزمون. اتفاقی این هفته افتاده که این گفتار کوتاه را برایتان میفرستم. ممنون، با هم بشنویم. خب ببینیم که این پیام شما رو من روشن کنم. دوستان شما هم به همین سادگی میتونید اینجا پیامتون رو ارسال کنید، ما هم پخش کنیم. با هم میریم خلیج فارس. سلام بر شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم و جناب آقای سربی. از اینکه مزاحم میشم معذرت میخوام، چون یه اتفاقی در این هفته افتاده که فکر میکنم شایان ذکر و باید مورد توجهتون قرار بگیره. روز یک شنبه گذشته 17 ژوئن 2018 یک هیئت ایتالیایی به هدف زنده کردن راه و مسیر خانواده مقدس به قاهره وارد شد. چند ماه پیش پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در واتیکان راهروی خانواده مقدس در مصر را 5 مراسم حج مسیحیان معرفی و واجب نمود. این هیئت از اماکن مقدس در مصر دیدار کردند، در کلیساهای قدیمی جای خوابیدن کودکی حضرت مسیح را متبرک شدند. رهبران قبطی مسیحی مصر از این هیئت به گرمی استقبال کردند. دولت مصر هم این مراسم را کلیدی برای افزایش توریست ها شمرد. طبق روایت های مسیحی حضرت عیسی در کودکی با خانواده از فلسطین گریخته و مدتی را در جنوب مصر مخفی زندگی کرده و پس از آن به شمال مصر و فلسطین بازگشته. این رفت و بازگشت سفر خانواده مقدس خوانده می شود. در گفتار روز چهارشنبه 25 آوریل شماره 49 درباره حضرت مسیح و جاز و تولدش اطلاعاتی به شما دادم. همانطور که در همه گفتارها تکرار کردم، دینها در متوقف کردن عقل از اندیشیدن یکسانند. موبدان مغزها را به بازی میگیرند. این انسانها هستند که نمیخواهند با مغزی آزاد زندگی کنند. به جای اندیشیدن به خود و آفریدگار در خود و نجات از عقب افتادگی، جهت رستگاری به این سنگ و آن ساختمان پناه میبرند. این تأثیر دین بر مردم به یک ملت و یک فرهنگ مربوط نیست، یک وبای عمومی است که نجات از آن غیر ممکن شده. شب و روزتان شاد. خب بسیار ممنونم. پس معلوم شد که اینا هم میخوان همین حج و زیارت و اینها رو راه بندازن، و جالب اینه که اشاره هم کردن که منبع درآمدی هم میشه و منبع جلب توریست میشه. خب ما آمدیم این عکس خانم داور رو نشون دادیم. علی آقا لطف کرد میگه آقای سربی این ایرانی ها چقدر دروغ میگن. میگم آقا دروغ نمیگن، این هنرشونه، هنر نزد ایرانی ها نست و بس. اون موقع به دروغ میگفتن هنر.
میگه اصلا داورا رو قبل از بازی اعلام نمی کنن کیه. لابد یه دلیلش اینه که داوره با ماشین نزنن بهش، یه دلیل چیه که داوره رو نرن بهش پول بدن بخرنش. میگه چرا ایرانی ها میان همچین چیزی می نیستن. The claim that some Iranian have said that the referee یعنی داور، match یعنی مسابقه between Portugal و Iran. من شما خواهد ترجمه کنم. در صورت اینو این دفعه سعید فرستاد. سعید معمولا خبرهای به اصطلاح مستند میفرسته، ولی مثل اینکه اینم رفته یکم مکزیک کارش خراب شد. در هر صورت ماجرای مکزیک، آقای ترامپ که از هیچ چیزی خجالت نمیکشه، این مردک شاملاتان نادان خودش آمد این پالیسی زیرو تالرنس رو راه انداخت. حالا خودش اومده امضا، میگن اصلا امضا لازم نبود، میتونست شب با تلفن بگه ولش کنید، و یک کاری کرده که توش گیر کردن و این 2300 تا بچه رو که از خانواده ها جدا کردن اینا موندن توش. حالا خانمش خواسته اینم یک کاری کنه که تو تاریخ اسمی ازش باشه، خانمی که اگر واقعا اینقدر انسانیت داشت از این مردک شالاتان پدرسوخته دروغگو جدا میشد، نه حالا سالها پیش، ولی به خاطر یک مسائلی وایساده. دیروز آمده و به به آقای فرزاد نیساری، این فرزاد من هر وقت میبینم یاد اون نون آلو فروش دم سینما دم کلی میفتم، با اون پلاستیکی که میکشید رو اون، واخ واخ این پلاستیکی من نمیدونم مال چند سال پیش بود که اصلا دیگه توش پیدا نبود. در صورت دمت گرم، ما رو گاهی وقتی میبری توی اون حال و هوای شیراز. بله این خانم دیروز بلند شده گفت من باید برم کاری کنم کارستان، برم این بچه ها رو بهشون سر بزنم. اولا این زنی که احمقم، حالا که میخواد بگی یعنی آی کیر یعنی برای من مهمه، آمده یه کاپشنی پوشیده که پشتش نوشته I really don't care. پتیت برای من نوشت سر به این فوتوشاپه. گفتم نه آقا، بزن CNN الان دارن راجبش صحبت میکنن، بزن حتی فاکس نیوز دارن راجبش صحبت میکنن. این که خودش احمقه، اونایی هم که تو دفترش کار میکنن احمقه. احمقی هم مثل یه مرض به اصطلاح چیزه، مرضای مصریه. و میدونید سعدی انداختنش توی زندانی، هرچی بهش مثلا میخواستن شکنجه بدن اینا مغور نمیمد. یه احمقی رو انداختن دو روز همراهش تو زندان، صدا زد گفت آقا بیا در باز کن، یا اینو از اینجا ببر یا منو، هرچی میخواین من حقیقتشو بهتون میگم. در هر صورت این خانم بلند شده این کاپشن رو پوشیده، کاپشن هم نه مثل نیم کوت بود چی بود، پوشیده که پشتش نوشته I really don't care، یعنی من واقعا برام اهمیت نداره، شما چطور؟ بعد که رفته تو هواپیما اونجا که پیاده شده دیگه این کاپشن رو نپوشید و اینها، حالا رفته با اون انگلیسی بدتر از من، کسی که به این جوانی اومده آمریکا همش هم نشسته اینجا، خب هیچی دیگه، اینو مثل اینجا میگن جایزه، آقای ترامپ خریده گذاشته توی مثل که من مثلا بگم این چیز قوریه چرا انگلیسی یاد نگرفته، خب گذاشته میشه اینجا با هیچ کی صحبت نمیکنه. در هر صورت با اون انگلیسی آمده و صحبت میکنه، میگه که این بچه ها چند روز اینجا میمونن، میگه بین 40 تا 45 روز، میگه great یعنی عالی. بعد میگه که اینا با کسی هم صحبت میکنن، میگه آره یه هفتهی که بشه اجازه بهشون میدیم با مادری پدری کسی صحبت کنه. باورتون میشه دوستان، آمریکا رو تو 2 سال، کمتر از 2 سال، یک دیوانه شالاتان اینجوری خراب کرد. دوشنبه ممکنه با یه جوان ایرانی آمریکایی صحبت کنم که از آقای حمزه پور براتون میگه. میگه حمزه پور هی میومد اینور اونور، هی میومد به این و اون و میگفت که حمزه پور رئیس جمهور آینده ایرانه. و حالا میبینید که رئیس جمهور آینده ایران اون روز وقتی زنگ زدم گفت رو خط دیگه هستم، رو خط دیگه فکر کنم رو خط برقه، مثل این گنجشکان نشسته اونجا از ترسش، چون نمیتونه داخل ایرانیا بیاد. خیلی خوشحالم که خانم لیلا هم اینجا هست. لیلا رو که اسمشو دیدم یادم افتاد به این ویدیویی که من گذاشتم، رقصیدن یک دختر خانم ایرانی رو نشون میده و من میخواستم ببینم اونای دیگه که میبینن چی میگن.
یکی گفته بود از جمیله و از نمیدونم خردادیان بهتر میرقصه، یکی گفته بود اگر حرکت گردنش رو با موزیک هماهنگ کنه بهتر میشه. خانم لیلا خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود این مثل زنای هرزه کاباره‌ای میرقصه. بعد دوباره نوشته بود که چرا این انقدر لباس پوشیده اگر این نوع رقص رو انجام میده. گفتم شما اگه نگاه کنید به رقاصهای عربی، اولا رقاصهای عربی خیلی به اصطلاح از لحاظ شکم و اینا تو گود شیپ نیستن، خوشندام نیستن، و همه هم فکر میکنن اینا که اینقدر میرقصن پس چرا این شکمشون اینجوری مثل یه تایر، مثل یه تیوب دورش هست و اینا، و میبینید یه لباس میپوشن و زنگوله و اینها، معمولا اون قسمت هم مشکی که به نظر باریکتر بیاد. این دو علت داره، یکی اینکه این چاقی رو بپوشنه، یکی اینکه وقتی یه اینجوری میکنه یه بار خودش اینجوری میکنه یه بارم این لباسه، و وقتی اینجوری میکنه تا یه 10 ثانیه این منگول پنگوله هایی که بهش آویزون کردن چی میکنه. من اینو بهتون نشون میدم، ولی این رقص اینقدر به نظر من بده، اگرم میخواییم ببینید بده یا نه، وقتی اینو میبینید مخصوصا اونایی که خیلی کیف میکنید، حتی کیفی میکنید که ممکن دستتونم ببرید زیر میز و اینا، از خودتون بپرسید آیا حاضرید خواهرتون اینجوری برقصه؟ آیا حاضرید دخترتون اینجوری برقصه؟ آیا حاضرید همسرتون اینجوری برقصه و شما بشینید ازش فیلم بگیرید بعدم با افتخار بذارید روی اینترنت برای همه؟ سوال خوبی بود نه؟ بیا این عکس اینجا، این روی فیسبوک سوربی هست. بعد نوشته همون یه نفر به نام آقای سعید نسیمی اینو گذاشته و تا امروز 4429 نفر رفتن. اگه یکی بنویسه که یه خانواده احتیاج دارن به 10 دلار 20 دلار، 3 نفر هم نمیان، ولی 4429 نفر رفتن این خانم رو دیدن. حالا که 4429 نفر رفتن دیدن، بذارید ما یکم هم به شما نشون بدیم که شما احساس بد نداشته باشید. بفرمایید. بستتون نیست بعدا خودتون برید در فیسبوک نگاه کن. خب اینم از این ماجرا عقل بشر رو براتون پخش کردم. پس معلوم شد که واتیکان و اینها تصمیم گرفتن حالا برن فلسطین و مصر و اینها هم یک علم شنگبازی در بیارن و اونجا هم یک حج و به اصطلاح زیارت و اینها را بندازن. عکس شماره 4444، آها اینو فکر کنم پتیک فرستاده و بذارید ببینم میتونم پیداش کنم. بله او چقدر هم داریم. حالا اینا کدومش هست؟ امیدوارم این باشه. نه این نیست، اینو پاک کنم که اون یکی دیگه که میاد اینم نیست. خیلی ها سه تا عکس اومده، اون سومیه، اون دوتایی که ما اون وقت حالا میخواستیم رفت، حالا سومیش اینه و پتیک روی این نقطه حساسی دست گذاشته که جالبه. میگه نگاه کن آقای سوربی، این یک پسر 13 ساله تریستن، من تا حالا نشنیدم کریستن داریم ولی تریستن نمیدونم پسر یا دختره. My name is Tristan and I'm starting a neighborhood dog walking service. میگه نگاه کن تو رو خدا به این فلایر، به این آگهی، به این پوستر، ببین چقدر قشنگ از بالا تا پایین درست شده، اطلاعات درست و قشنگ و اینها. چون در رابطه با سگ و راه بردن سگه، عکس سه تا سگ رو انداخته، قیمتش نوشته $5 dog walking service، یعنی میاد سگ شما رو راه میبره $5 میگه. حالا ببینید نوشته که special introductory price، میگه یک قیمت استثنایی و مثل حراج 15 دقیقه برای $5 try 15 دقیقه $5 try it like it or it's free. میگه امتحان کنید، اگر دوست نداشتید مجانیه. ببینید چقدر اطمینان به نفس داره، اطمینان به خودش داره که میگه من میام
شما 5 دلار میدید، سگتو میبرم ربع ساعت میچرخونم میارم، اگه اومدی دیدی سگ راضی نبود، حالا من نمیدونم طرف از سگش میپرسه How was your walk، من پولتو پس میدم. ولی ببینید چیکار کرد. بعد میگه که 10 تا 15 دقیقه 40 دلار، یعنی از 5 دلار کردش 4 دلار. این رسم تو آمریکا، بارها بهتون گفتم یه دونه نوشابه میخری 1 دلار، 6 تاشو بهت میده 3 دلار، برای اینکه مردم تشویق بشن بیشتر بخرن. اینم میگه یه دفعه 5 دلاره برای 15 دقیقه، ولی 10 تا 10 بارش 10 تا 15 دقیقه رو من به شما میدم 40 دلار. البته نوشته این 10 تا باید تو یک ماه استفاده بشه. حالا گفته از اینم بهتر، شما 20 تا بخر 60 دلار میشه 3 دلار، و این من با تو یک ماه همه اطلاعاتو داده و اینها. بعد اومده چند تا رفرنس، یعنی از کسایی که براشون قبلا کار کرده گفته که نظرتون چیه، اونا هم اسمشون رو نوشتن و اینها و گفتن این خیلی خوبه، این مثلا حیوانا رو دوست داره، راه میبره و اینها. و حالا پایین نوشته که Hello neighbor، سلام همسایه ها، اسم من تریستنه و I'm starting a neighborhood dog walking service. I'm 13 years old. Very responsible. میگه من 13 سالمه و اسمم اینه و اینها. و responsible یعنی مسئول، مسئول بودن، مسئولیت دونستن. و great with dog، و خیلی هم با سگها رابطه خوبی دارم. So far I have، میگه تا حالا من سگای فامیل را بردم، ولی از این به بعد تصمیم گرفتم که به اصطلاح بیزینسمو اکسپاند کنم، بیشتر بیام با همسایه ها و دوستان و اینها. I have experience with small and medium dog، میگه من تجربه دارم هم با سگای کوچولو هم با سگای میدیوم. آخه اینجا یه سگایی هست اندازه اسب واقعا. Give me a try you won't regret it، میگه که امتحان کنید پشیمون نمیشید. این چقدر قشنگ نوشته. Please contact me through my mom ویاونی ات. بعد ببینید باز مسئولیت قشنگ، برای که کسی مزاحم بچه نشه، این مریض پریزایی که میخوان بچه ها رو به اصطلاح گول بزنن، بهش تماس نگیرن، بگن بیا اینجا ما یه سگ داریم، میگی شما با مادر من تماس بگیرید، صحبت کنید، قرار بذارید، بعد من میام سگتون رو راه میبرم. من برای این آقا یا خانم تریستن واقعا آرزوی موفقیت میکنم. اصلا احتیاج نداره من و شما آرزوی موفقیت کنیم. این همین الان نشون میده که چی؟ موفق هست. حالا من و پتیک اگر بچه‌مون یه همچین کاری بکنه، اول خودمون میگیم نه بابا زشته، ما ایرانی ها مگه میذاریم بچه‌مون بره کار کنه فلان اینا؟ بچه ما فقط باید دکتر بشه، بچه ما فقط باید وکیل بشه، بچه ما باید مهندس بشه. اینم بدبختی که تو جامعه ایرانی بوده و هست، کم کم داره از بین میره، جای امیدی هست. میگه اینجا وقت نماز شب شده، من برم نماز و بیام. حمید نصیری میگه برو آقا، حتما کار داره چون ایشون تو استودیو کار میکنه. اگر کارهای رادیویی تلویزیونی اینها دارید، این آقای حمید نصیری میتونه از سوئد به شما کمک کنه. و بذارید من اصلا اینجا اسمش و اینا رو بهتون نشون بدم، یه تبلیغ مجانی هم برای این باشه، گرچه بعضی وقتا دوستان ببخشید اینو میگم، ولی فقط مزاحمت ایجاد میکنن برای طرف، زنگ میزنن احوال چی میپرسن اینها. بعدم بذارید روی فیسبوک بزنم حمید نصیری و اینجا پیدا کنم آقای حمید نصیری رو به شما نشون بدم که اگر یه وقت خواستید تماس بگیرید با این حمید نصیریه. اینقدر آدم خوب و down to earth، یعنی آدم خاکی هست، که ببینید حتی این عکسی که گذاشته اینجا چجوری دو تا انگشت کوچولو اینو گرفته. قشنگه این عکسه. بله این صفحه خیلی ساده، حمید نصیری قانونا باید دو تا اس باشه، ولی یه اس نوشته، شما با یه اس بنویسید ساده تر. حمید نصیری، این قیافه رو که دیدید درسته، باهاش تماس بگیرید از طریق همین مسیج فیسبوک، مسیج بفرستید. اگر سوالی دارید، کاری دارید، میخواین وبسایتی درست کنید، رادیویی، تلویزیونی راه بندازید، ایشون میتونه کمکتون کنه. بله
به زمین نسخه کامل نوشته پیشین در همین زمینه است. خداوند را شکر، از خدا ممنونم. ایجاد زمینه جنگ داخلی، آقای احمدعلی مسعود انصاری که قرار دوشنبه با ما باشن و درباره پیدا و پنهان شهریار آهی و طرح تجزیه ایران و اینها صحبت کنن، پیدا و پنهان رضا پهلوی، امروز یک مقاله هم نوشتن. ما قرار شد ساعت دو یعنی نیم ساعت از برنامه که گذشته یک آگهی رو نشون بدیم. بذارید این آگهی رو فعلا نشون بدیم، صداشو قطع کنیم، چشمتون روزو بد نبینه. اون روز ما این صدا رو قطع نکردیم و بعد دوباره یوتیوب یقمون رو گرفت. والیوم بیاریم روی صفر که صدا پخش نشه، خودمون فقط بگیم. اون نوار فرخ رو هم این برابر جا به جا کردم، باید پیداش کنم بذارم و پخش بشه. دوستان عزیز، خرید، فروش و معاوضه اتومبیل، این دوستان از والنتاینز موتور در خدمت شما هستن. شماره تلفنشون هست 301-735-7553. من اینو میذارم به قول آمریکایی‌ها پلی کنه، نشون بده. توی این فاصله یک جرعه آب می نوشم به سلامتی شما. این تلفن رو آوردم نزدیک میکروفون شروع کرد به تق 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 کردن. میدونید اینا هی دارن سیگنال میفرستن دیگه، هی پینگ پینگ پونگ پینگ برای هم میفرستن. اوکی، اینم از این. و بعضی از دوستان میدونن من امروز صبح یک برنامه ای داشتم و رفتم دادگاه. این دادگاه آمریکا رو دوستان هر وقتم بیکار هستید میتونید برید به عنوان سینما تماشا برید نگاه کنید، یک کمی حوصله آدم رو سر میبرن. مخصوصا این قاضی امروز از صبح که اومد مثل که خسته بود، بیشتر معطل میکرد. وقت خسته باشه کارها رو درست انجام نمیده. ولی جالب بود که ما برنده شدیم، با وجودی که اون طرف مقابل رفته بود به دروغ، حالا دیروز پریروز هر وقت تو دادگاه گفته بود که ما به توافق رسیدیم، من قرار شده پول اینو بهش بدم. و خیلی جالبه، صبح که قاضی صدا میزنه به من میگه که این طرف آمده یه نامه گذاشته اینجا که من و سوربی به توافق رسیدیم و من هم مریض هستم. گفتم آقای قاضی، این آقا که اهل حالا کدوم کشور، بعدن بهتون میگم، 7 روز بهش وقت میدم، این آقا داره از سیستم خوب آمریکا سوء استفاده میکنه. و شما میدونم گفتید که تکس نمیخونید، ولی نگاه کنید این ساعت 2 صبح دیشب برای من فرستاده، آقا من 100 دلارشو امروز میفرستم و از این امروز تا حالا 3 ماه هی داره میگذره، هی میگه امروز فردا. و این دروغه. و این آقایی که به شما میگه مریضه، قولتون میدم الان با ماشین سوارشیم بریم خونهش، داره قلیون میکشه و داره فوتبال نگاه میکنه. قاضی و تمام دادگاه خندیدن. قاضی گفت که نه، من باید هم حرف شما رو قبول کنم هم حرف اونی که اینجا نیست. ببینید قاضی وقتی میگن این عدالت باید چشمش بسته باشه، البته یه کار خطرناکیه. ترازو این دستش، قول شیرازی ها ترازو این دست، این دستش هم شمشی، اون وقت ما میگیم شمشی، بعدم رو چشمشو بستن. البته میگن این چشم اون فرشته عدالت رو بستن که به اصطلاح نتونه نگاه کنه بعد بگی مثلا این سوربی پیرمرده، اون آقا جوونه، پس من حقو میدم به سوربی، یا این سوربی ایرانیه فلان اینا، که البته اینا هم مال قدیم بوده دیگه، باید الان عوض بشه. در هر صورت ما برنده شدیم. برنده شدن در آمریکا تا اینکه پولتو بگیری خیلی فرق میکنه. خودشون هم میگن getting judgment is easy, collecting the money it's very hard. میگن حالا شما گرفتی این کاغذو، ولی حالا میشه بازی موش و گربه. شما میشی مثل تام انجری، و اگه یادتون باشه تو تام انجری گربه هی میرفت موشه کلک میزد، این بدبخت گربه میخورد به دیوار، به این بر به اون بر. ولی اگر راهشو بلد باشید میتونید برید دنبالش، ببینید کجا بانک داره، با کدوم شرکت کار میکنه، روی کردیتش بذارین.
اگر میخواد، یادتون باشه دوستان، اگه میخواد امریکن سیتیزن بشه، شما اگه بری این رو به امیگریشن هم اطلاع بدی، موقعی که میخوان سیتیزنش کنن میگن آقا شما هنوز سیتیزن نشدی، داری بانک و سیستم بانکی و اینها رو اینجوری استفاده میکنی. به قاضی گفتم این آقا از چک، از دست چک به عنوان کاغذ توالت استفاده میکنه، اینا رو چپ و راست میده به این و اون و میدونه. یه عده‌ای بهش گفتم، گفتم همین امروز که من اومدم اینجا، همین امروز صبح $140 برای این چند ساعت از دست دادم و شما میتونی اینها نگاه کنی. و این میدونه، چون اینایی که کار میکنن میگه آقا حالا من $1000 از دست دادم، امروزم برم $140 از دست بدم، بعدم اون بیاد اپیل کنه یا فرجام کنه، دوباره دو ماه دیگه هم برم $140 از دست بدم، ولش کن، واگذارش میکنم به خدا. اصلا پیدایش خدا این بوده، چون دولت یا چون سیستم نتونسته عدالت رو اجرا کنه، آویزون شدن به جای یک کسی که اصلا ناشناخته است، خدا عوضش میده، خدا تقاص میگیره. آقا اگه خدایی وجود داشت روز اول به این کرخه میگه آقا پول مردم رو نخور، حق مردم رو بده. پس بگیرید فعلا فرض رو بر این که وجود نداره، تا بعد ببینیم چه خواهد شد. و اما ببینیم که این از این براتون اینجا چی نوشتم، عکس شماره 4 فلان رو نشون دادیم، 4 فلان، و بریم عکس پرژن گلف رو بهتون نشون بدیم. میدونید که هر از مدتی یک وبسایتایی رو میارن و این دوستان ایرانی هم هیجان زده میشن، آقا نگاه کنید دارن اسم پرژن گلف رو عوض میکنن، شده عربیان گلف، خلیج فارس شده خلیج عرب، بیاین امضا کنید. بعد اون پسر عرب 19 ساله‌ای که الان دیگه احتمالاً شده 24-5 سالش، به ریش من و شما میخنده که این ایرانی ها چقدر ساده هستن، من اینا رو گذاشتم سر کار و اینا با این کارشون دارن رواج میبخشن به وبسایت من، رواج میبخشن به لینک من، رواج میدن به فیسبوک من. ولی اینجا نوشته خیابان خلیج فارس در قاهره، شارع خلیج الفارسی شماره 6. اینم از این و ببینیم چه خواهد شد. ممنون. حالا اون دوستمون که راجع به زیارت قاهره و فلسطین و عیسی و خانواده عیسی گفت، ببینیم همچین خیابونی هم سراغ داره یا نه. این روزا تو گوگل مپ هم شما میتونی بزنی مثلا پرژن گلف استریت این قاهره، میگن کایرو، ببینید پیدا میشه یا نه. ولی از این که بعض وقتا هم هی دروغ میاد و اینها بماند، این خانم ملانیای روانی دیوانه که اگر روانی نبود یک دقیقه با این شارلاتان زندگی نمیکرد. بذارید من اینجا براتون پیدا کنم، ملانیا، I really don't care، I really don't care، do you، این پیرنش به شما نشون بدم. بله اینه، نگاه کنید، البته این کاپشنه، میگن $39 $40 و این خواسته ادای چیز رو در بیاره، خانم اوباما. خانم اوباما وقتی اومد تو وایت هاوس رفت از یک لباسای ارزون 40-50 دلاری استفاده کرد که دخترها و خانمها هم برن از اون استفاده کنن. ببینید اینه، ببینید این بزرگم نوشته I really don't care. حالا اینم اونجاییه که نشسته و خب ترامپ که این برون بر خوشه، اینم اینجا برای خودش داره خوش میگذرونه و با اون انگلیسی الکنش از اون مسئولین میپرسه که این بچه ها چند روز اینجا میمونن. اون آقای توپل هم میگه که 40 تا 45 روز. بعد این میگه great، مثل که از بس این ترامپ تو خونه گفته great را رفته، اینم great شده. در صورت این سایت، این عکس، اینها حقیقی بود آقای پتیک. و بله این خانم یک همچین حالا یا اشتباهی یا عمدن یا سهوًا یا هرچی تو کار اینشورنس میگن که error or omission که یعنی سهوًا یا عمدن. بله میبینید اینجام که داره قشنگ مثل چیز خرامان میکنه و میره تو کاخ سفید، ولی این کاپشنه پشتش نوشته I really don't care،
یعنی من اصلا برام مهم نیست، شما چی؟ حالا این شما داشته باشید، اینی که اصلا از شوهرش جدان و توی قسمت دیگه زندگی میکنه و با هم الان میدونی هر وقت هم میاد میزنه زیر دستش میگه برو مردی که سوار استورمی باشه، و این ترامپ آمده میگه میدونید چرا این کاپشن رو پوشیده؟ برای که گفته اولا مسئولینی که دور برشن همین خانمایی که باش راه میرن گفتن که بابا این یه پیرنه پوش، یه کاپشن پوشیده و مهم نیست، اصلا این نمیخواسته مسیجی بده، پیامی بده اینها. اوکی. اون اینو میگه، ولی ترامپ شارلاتان میاد میگه که این همسر من فرست لیدی اینو پوشیده که به خبرنگارا و مدیاهای فیک بگه که من برام مهم نیست، شما هرچی میخواین خبر بد پخش کنی، خبر دروغ پخش کنی. آخه من نمیدونم واقعا. جالبه، حالا البته این یکی دو هفته گذشته الحمدلله اینا که مال کلیسا و این برامه هستن مثل که خدا یه لگدی زد به بیهندشون راه افتادن، مثلا موقع که اون معاونش نه، هم معاونش گفته هم دادستان کل که بله توی تورات هم توی انجیل هم همچین چیزی هست، فوری حتی کلیساهای خود اونا که اینا به کمرشون بزنه یک شنبه میرن اونجا گفتن آقا همچین چیزی نیست، توی انجیل همش از این صحبت میکنه که اگر کسی بی خانمانه بهش سرپناه بدید، بهش این اون، و شما بی خود میکنید که اینا رو میان چیز مینسین. در هر صورت دو هفته مردم رو چرخون به یه مسیری که بلکه منحرف بشن از این همه کثافتکاری که خودش همسرش هم این ور اون ور پول میگیره، هی 500 میلیون 50 میلیون برای کارهایی که انجام میده، دخترش دامادش فعلا صدایی از اون دوتا پسره نیست، اونها خفه خون گرفتن تا ببینیم کی دوباره گند اونها بالا میاد. اینم از این. باز مثل همیشه اگر دوستانی هستن که هنوز مانند حمزه پور طرفدار ترامپ شارلاتان هستن، من ازشون دعوت میکنم، لازم هم نیست 100 دلار 50 دلار بدم، بیان در برنامه من برای مردم صحبت کنن، بگن اینها چی دیدن در ترامپ که من و شما ندیدیم، و شاید ما هم آگاه بشیم و بریم دنبالش. ساعت 2:47 دقیقه 13 دقیقه دیگه من شما رو میبرم 3 ساعت به عقب، میبرمتون ونکوور کانادا، جای بسیار زیبا که هنوز نرفتم و جزو لیست من هست. اینجا میگن باکت لیست، اینجا مینویسن به اصطلاح میندازن توی سطلی، آخر عمرم میخوام این کارو بکنم، میخوام مدرسه بسازم، دبستانم، مدرسه دبستان نه دانشگاه. خب دوباره آقای زاهد زنگ میزنه، میذارید بیارش رو خط کن ببینیم چی میگه. بذارید ببینیم اگر برنامه جور شد. آقای زاهد شما سعی کن چیزای دیگر خاموش کنی، صدا نیاد. بعد ما قرارمون دو یعنی سه بود، 12 دقیقه دیگه. حالا اگه میخوای الان من الان صدای شما رو بستم، اگه میخوای الان صحبت کنی تا الان، اگه نه که من بهمون 12 ظهر بهتون زنگ بزنم. من الان رو برنامه هستم. زنگ زدم که بگم شما تصویر منو دارید؟ بله الان هم تصویرتون دارم هم صدا رو دارم، ولی من با فیسبوک برای شما 2-3 تا مسیج نوشتم، چون وقتی دیروز شما پیام داده بودید من دیگه رفته بودم بیرون و نبودم. گویا شما نتونستید یا اون منشیتون نتونست اسکایپ رو وصل کنه، درست میگم؟ بله. حالا برجهت همینی که داری میبینی هیچ مسئله نیست، هیچ مسئله نیست. میخوای الان تا ارتباط برقرار صحبت کنیم؟ مشکلی نداره. بسیار عالی. من قبلا هم تو برنامه گفتم، من سالها قبلم که اون ویدیو اومد هم نشون دادم هم صحبت کردم، ولی الان خیلی خوشحالم که از طریق یه دوست مشترکی با شما آشنا شدیم و شما هم یه اولتیماتوم دادی به یه نفر که همه اینایی که تو تلویزیون مردم برنامه ها رو دیدن میشناسن اون یه نفر رو، و اون شخص به اولتیماتوم و به این ددلاین شما ترتیب اثر نداد، شما مجبور شدید که بیان اینجا. بذارید من برای دوستان بگم، اون روزم گفتم که وقتی شما به من تماس گرفتی و گفتی که ایشون تقریبا کلا سر شما گذاشته، گفتم خب آقا حالا کلا سرت گذاشته، حالا شما میخوای یه پولی هم خرج کنی بیای وقت بگی و فلان اینا چه فایده ای داره؟ شما گفتی آقا من برام اصلا این پول مطرح نیست، برای من این مطرحه که این آقا دیگه این کلاه رو سر دیگران نذاره. قرار شد آقای هفلنگ دوربین تو
تغییر ندی، بشینی قشنگ تو آفیس مثل جناب. بستم که کسی نیاد. آها آها. خب دوستان عزیز، با آقای زاهد هفت لنگ هستیم. یادتون باشه هفت رنگ نه، هفت لنگ. هفت لنگ، هفت لنگ و چهار لنگ و اینها یک به اصطلاح قبیله های مختلف لورا هستن، نه؟ بختیاری. بله. خب ما یک کمی هم فامیل میشیم. خب بذارید من ساکت بشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم و خود شما از اول ماجرا هر جوری که دوست داشتی تعریف کن. ضمناً من اون فیلم 44 دقیقه‌ای رو که آقا دیدم خیلی هم اینور اونور نامزد جایزه گرفتن و اینها شده، بالاخره جایزه ای هم بهتون رسید یا نه، اون فیلم رو بعد از برنامه آقای حسن ارشاد پخش میکنم و تا یک هفته اون فیلم روی تلویزیون مردم هر روز پخش میشه. My enemy, my brother. من امروز که باز نگاه کردم باور کنید اشک در چشمام جمع شد، هم به خاطر شما، هم به خاطر اون آقای عراقی، هم به خاطر اینکه شما تا پای خودکشی هم پیش رفته بودی و خیلی خوشحالم که اون سازمان رو پیدا کردی و اونها بهت کمک کردن تا شما امروز با ما باشی. من ساکت میشم. دوستان این شما و این هم آقای زاهد هفت لنگ از کانادا. من صفحه فیسبوک ایشون و وبسایت ایشون رو هم این پایین نشون میدم، می نویسم. بعد از برنامه مراجعه کنید و با ایشون در تماس باشید. خیلی خوش آمدید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید آقای هفت. درود بر شما آقای سوربی و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز در هر جای این دنیا که هستن. من زاهد هفت‌لنگ هستم و تخلصم تنها هست. دوست مشترکی که از کارهای من اطلاع داره و ازش کمک میگیرم، یکی از کتابام چاپ شد و چون خیلی کتاب قشنگ بود درخواست جلد دومش رو کردم. من 21 جلد کتاب نوشتم، مجموعه مست دیوانه که 7777 بیت شعره برای مریم همسرم گفتم و مجموعه خداوند من که 10025 بیت. این دوتا مجموعه هم خالقشون من هستم. این کتابم و کتاب جلد دومم و دنبال یه ویراستار میگشتم. آقای الهی قمشه‌ای متاسفانه دوست خیلی خوبم چون سکته کرد قادر نبود که این کار رو انجام بده. بعد این دوست مشترکم که شما میشناسینش آقای سوری و خواهش میکنم اسمی ازش نیاریم چون خودش خواسته که اسمی ازش من نیارم و قول دادم بهش که این کار رو نکنم. گفت که خب چرا به آقای نصر احمدی شما این کتابو نمیدی؟ دکتر نصر احمدی. بعد گفتم که بسیار خوب و عالی، این آقا چقدر درس مونده، کار فرهنگی چی کار کرده، فلان کرده. توضیح داد که آره این کتابو نوشته، اینقدر درس مونده، اینجور کرده، اونجور کرده و ناگفته نماند که خانزاده هم هست. گفتم که خب خانا که همشون پرانتز باز، سه تا نقطه پرانتز بستن. بعد گفت که حالا بذار من باش تماس بگیرم، که ایشون تماس گرفت و با هم صحبت کردیم. فقط از خودش صحبت کرد، 45 دقیقه ما صحبت کردیم، شاید من 3-4-5 دقیقه صحبت کردم، همش از خودش صحبت کرد که من اینقدر درس خوندم، من دکتر فلان دارم، فرانسه بودم، اینجور کردم، اونجور کردم. اینقدر حرف زد سرم باد کرد. با رفتاری که از خودش نشون داد حقیقتا گفتم که نه، شعورم این اجازه رو بهم نداد که بخوام کتابمو در اختیار این آقا بذارم که این آقا ویراستاری بکنه. به واسطه این دوست مشترک گفت حالا که نمیخوای بدی یه حرفی نزنی که اینو ناراحت و دلگیر بکنی. گفتم نه حتما قول بدمیدم حرفی نمیزنم که این آقا ناراحت بشه. یکی دو بارم زنگ زد که من حاضرم مجانی این کارو برات انجام بدم و گفتم زنده یاد مرحوم پدرم تنها
نصیحتی که به من کرد گفت که شما نه کار مجانی برای کسی انجام بده و نه بذار کسی کار مجانی برای تو انجام بده. وقتی کار مجانی کسی برای تو انجام میده، بعد تاوانش خیلی سنگینه. به هر جهت اجازه ندادم که ایشون این کتابو از من بگیره. خیلی اصرار کرد که کتابو براش نفرستادم. خیلی اصرار کرد که آقا حداقل بده من بخونم. گفتم حقیقتاً چند تا شعر ازم دزدیدن، اینو اون بردن خوندن و من نتونستم ثابت بکنم، نمیدم. محترمانه بهش ندادم، جواب رد بهش دادم و دست رد به سینه‌اش زدم، تا اینکه ماه مارچ تلفن زد که آقا من احتیاج مبرم به پول دارم، یه شرایط حیاتی پیش اومده که من باید حتما این پولو اینجور کنم و اونجور کنم. بنده یه مبلغی رو برای این آقا فرستادم، گفتم که در حال حاضر چون آخر برجم هم هست میتونم این مبلغ رو در اختیار شما بذارم. ایشون هم گفت که من 11 می مبلغ 11500 دلار از یه آقای دکتری اسم آورد که الان حضور سر ندارم، طلبکارم، این پولو به شما برمیگردونم. 11 می هیچ خبریش نشد. 15 تلفن زدم، در کمال خونسردی گفت که داستان برام تعریف کرد. بعد 30 می تماس گرفتم، باز اصلا داستان برام تعریف کرد. بعد وقتی با این دوست مشترکم آقای سوربی صحبت کردم، دیدم همون قصه ای رو که برای من صحبت کرده و کلاه منو برداشت چند برابر بیشتر از اون پولی رو که از من گرفته، از این دوست مشترکمون گرفته. بعد و شما هم چون این آقا رو میشناسی و میدونی که صادق‌ترین و شریف‌ترین و سالم‌ترین آدمی که توی اپوزیسیون میتونی پیدا بکنی همین دوست مشترک ماست. بعد عرضم به حضور شما که کلاه این دوستمو برداشت، بعد برای خودش یه داستانی رو تعریف کرد و یه تهمت ناروایی رو به این آقا زده که اصلاً این ورچسب به این دوست من نمیچسبه، به این دوست مشترک ما این ورچسب نمیچسبه. به هر جهت دیروز باش تماس گرفتم، گفتم که پیروز، گفتم آقا میرم با آقای سوربی میگم، میرم روی تلویزیون به مردم میگم که تو کلاه برداری، از این راه کلاه مردم رو ور میداری و عمران معاش میکنی. گفت برو هر غلطی که میخوای بکنی برو بکن، برو به سوربی بگو، صدای ضبط شدهش هم هست. من به خاطر اون مبلغ نیومدم الان اینجا حرف بزنم آقای سوربی، بس به احترامه. وقتی احترام و اعتبار دو تا حلقه زنجیرن که تو هم دیگه تنیده شدن، وقتی یک کدوم از اینا از بین بره اون یکی اتوماتیکوار از بین میره. بذارید اصلا برای دوستان بیننده بگیم که شما از لحاظ کاری و شغلی که دارین الحمدلله وضعتون یه جوری هست که یه مبلغی به این کمی اصلا چیزی نیست. ولی میگم همون جوری که منم اون روز به شما گفتم آخه این کار چه فایده‌ای داره، شما گفتید میخوام این به اصطلاح نتونه کلا سر دیگران بذاره و منم به این خاطر گفتم حالا با همه اینها شما باز اتمام حجت کن، به ایشون زنگ بزن، تماس بگیر، بهش وقت بده و شما گفتی این کار رو کردی. منم از بابت آقای سوربی عزیز دور تو بگردم برادر گرامی،
باور شما یا انکار شما صورت مسئله رو عوض نمیکنه. به جان چشات خدای تو شاهده، به کرات باش تماس گرفتم. من خیلی آدم صبوریم، یعنی اردوگاه شماره دو رمادیه عراق تنها چیزی رو که به من یاد داد، یاد گرفتم صبوری بکنم، صبور باشم، تحمل میکنم، 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 به حدی تحمل میکنم که طرف مقابل فکر میکنه که من یه ضعفی دارم یا میترسم ازش. ولی وقتی منفجر شدم تفاوت به حالم نمیکنه که کی جلوم وایساده. خدا باشه از اون بالا چنگ میکنم تو آسمون، میکشم میارمش پایین، فرقی به حالم نمیکنه. این آقا کاردو از استخونم گذرون، برای اصلا بحث به پول نیست. همین الان اگر شما بری آنلاین بزنید بست من آتو سرویس، من تعمیرگاه مکانیکی دارم، تخصصم کار ماشینای لاکچریه، کار بنز و بی ام و و بوگاتی و پورش و اینا رو انجام میدم. عرضم به حضورت که همین الان اگر دیروز به شما نشون دادم جلوی در مغازم، و اگر احتیاج هست همین الان دوباره به بیننده ها میتونم نشون بدم که ببینین من چقدر ماشین دارم، امورات زندگیم، شرایط زندگیم به چه خوبی داره میگذره. اصلا بحث به پولش نیست، اصلا بحث به پولش نیست، بحث به اینه که این آقا با این رفتارای زشت و ناپسندش میگه من اپوزیسیونم، داره ادعای اپوزیسیون در میان آقای نصر احمدی. آقا من نمیدونم که میگه من خان پسر خان بودم، چند تا خان، خانا میدونی که خیلی چیز خوب نداشتن توی ایران، خانا دستشون به خون مردم آلوده بود، شب اول ازدواج زن هممالی رو ور میداشتن میبردن توی رخت خواب. اینو تمام قدیمی ها گفتن، تعریف کردن و منم شنیدم. به هر جهت افتخار خوبی نداره این خان بودن یا بچه خان بودن، با آخوندهای جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نمی کنن این خانزاده ها. به همین خاطر تصمیم گرفتم بیام و با قدرت اینجا وایستادم. توی این کره خاکی یک نفر رو تو نمیتونی پیدا بکنی که بگه از من زاهد هفتلنگ طلبکاره. حالا اجازه بدیم من از تو اینو سوال کنم، شماره تلفن ایشون هنوز همون 818-201-5779 هست؟ باید روی تلفنم نگاه بکنم، فکر میکنم همینیه که شما داری میگی. بله، چون من زنگ زدم، من معمولا وقتی یه نفر میخواد بیاد در رابطه با یه نفر دیگه صحبت کنه به اون طرف تماس میگیرم، میگم آقای زاهد هفلنگ امروز قراره بیان در مورد شما صحبت کنن، شما هم میتونی گوش بدی و اگر صحبتی داری بگو. ولی تلفن ایشون صدای عجیب غریبی میداد و من نفهمیدم بالاخره پیام من ضبط شد یا نه، حالا امیدوارم ضبط شده باشه. در صورت آقای دکتر نصر احمدی بینندای تلویزیون مردم ایشون رو میشناسن، ایشون سالهای سال در فرانسه درس خونده، ادعا میکنه بهترین قانوندون و قانون اساسی دان ایرانی است و یه مدت هم با آقای رضا پهلوی به اصطلاح همراه و هم سفره بودن. بدبخت این رضا پهلوی خاک بر سر این رضا پهلوی که گونه یه احمق به درد نخور خورده. بار اولش نیست آقا، از این افراد زیاد اومدن دوربرشو. بیچاره این رضا پهلوی، خاک بر سر رضا پهلوی. من ادم اینجا میگم خاک بر سر رضا پهلوی که یه آدم بیکفایت و به درد نخوری مثل دکتر نصر احمدی رو انتخاب کرده بود. آقای پهلوی در انتخابت اشتباه کردی. آقای هفلنگ شما رو من بیشتر با تلویزیون مردم بیارم، چون ما وقتی صحبت از شاه میکنیم، وقتی از صحبت از سیستم هایی چی میکنیم، همه میگن اون خودش خوب بود، رضا پهلوی خودش خوبه، یه سری آدم های بد دورشن. میگن مگر میشه یه نفر خوب باشه آدم های بد رو؟ یکی از خوب بودن ها اینه که آدم به بد رو تشخیص میده و میفهمه که این بده، یعنی با معیارهایی که خودش انجام میده و خوب آدمیه میبینه این آدمه معیاراش با این فرق میکنه. در اصل من ممنونم، بازم اگه صحبتی داری حرفی داری بگو. اگه آقای دکتر
نصر احمدی هم درباره شما حرفی داره میتونه بگه، من چون اون نفر سوم این ماجرا، دوست مشترک من و شما، این بنده خدا بلد. خیلی هم با آقای نصر احمدی کمک کرد و همون جوری که شما گفتید سالیان سال آقای سالبی عزیز، به جان دوتا بچه هم، به جون ستایشم، به جون نیایشم، اسم دختر سالیان متمادی طی 22 سال عاشقانه صادقانه با تمام قوا با تمام دل جون به این آقا خدمتهای آنچنانی کرد که سرویسهایی داد که اصلا بعضی اوقات بهش گیر میدادم میگفتم مسعود الان شرایط خودت خوب نیست، برای چی این مبلغ پولو برای این فرستادی؟ چرا این کارو کردی؟ نمیخوام بگم چون ایشون با من تماس گرفت و شما رو تایید کرد، یعنی این گفته شما حرفه. بعدم تازه اگر یه جاییشو دروغ میگید فردا پس فردا دوشنبه آقای نصر، بله آقا آدرس من هفت روز هفته رو کار میکنم، من وبسایتتون هم نشون دادم، این زیرم نمیشه، وبسایتم هم اونجا، شماره تلفنم هم هست، بله. 201-604-722-4175 هر کس توی این کره خاکی اعلام بکنه که از من طلبکاره، با کمال میل آقای سربی، من این پولو در اختیار شما میذارم و بهش پرداخت میکنم. هیچ کسو شما نمیتونی پیدا بکنی که بگه از زاهد هفلنگ طلبکارم. من از خیلی ها طلبکارم، از دولت جمهوری اسلامی طلبکارم. داستان زندگی شما خیلی داستان جالبی، من این فیلم رو امروز صبح ضبط کردم، همونجوری که گفتم بعد از برنامه حسن ارشاد از ایران ساعت 4 پخش میشه، بعد اون فیلم رو پخش میکنم. بهترین کپی که تونستم گیر بیارم همون 44 دقیقه‌ایه دیگه، نه؟ نه خیر، عرضم به حضور شما که خانم انشین سال 2016 منو برداشت برد اردوگاه شماره 2 رمادیه عراق، همون جایی که 20 تقریبا سال 2016 میشد 28 سال پیش، الان شده 30 سال پیش. خب پس بذار من وبسایتتون نشون بدم، چون همه این ویدیوها رو گویا اونجا گذاشتید شما. بله، ولی این آخرین فیلمی که My Enemy My Brother ورژن شماره 1 داره 16 و ورژن شماره 2ش که اینا نشون داده که از بصره عراق بوده، بعد همینجوری اینا رو نشون داده. این نمیدونم این قسمت دوم خانم انشین چی گذاشته توی. خب من از شما خواهش میکنم، از اون دوستتون منشیتون که کار میکنه برای ما به اصطلاح این لینک ها رو بفرسته، چون من امروز روی ویدیوها الان اینجا رو صحنه هم دارم نشون میدم، روی ویدیوها کلیک کردم و این فیلم هایی که آمد نگاه کردم، همونجوری که بهتون میگم بعضی هاش مثل تیزره، یعنی آگهی یه دقیقه و خورده ایه، بعضی هاش 16 دقیقه ایه، بعضی هاش من رفتم حتی مصاحبه شما رو توی رادیو نشون میده اونجا، بعد من رفتم طولانی ترینش اون 44 دقیقه ای بود، اونو ضبط کردم و امروز بعد از برنامه اونو نشون میدم و همه رو در اختیارت میذارم. این فیلمی که جایزه اسکار گرفته، همین خانم همیشه این درست که فیلم رو ساخته، بله اینو هنوز نذاشته روی یوتیوب. بعد اون 44 دقیقه ای رو آقای جیارگل، خب قانونن هم همین جوریه، میان به اصطلاح فیلم ها رو اول توی سینما نشون میدن، توی جشنواره ها نشون میدن، بعد روی یوتیوب میذارن و من به همین خاطر، البته این خانم انشین این ورژن فیلم رو در اختیار من گذاشته، من میتونم اینو به صورت پرایوت و شخصی در اختیار شما بذارم، بله. ولی خواهش میکنم اینو پخش مستقیم نکنیم آقای، بله. خب اجازه بده اصلا این کار کنیم، وقتی که میتونیم پخش کنیم برای من بفرستید، چون من نمیخوام یه دفعه اشتباه کنم بفرستم بعد هم برای شما اون خانمه بگه چرا این کاری کردی، هم برای ما مسئولیت درست کنه. در صورت من از شما ممنونم آقای دکتر نصر احمدی، این کاری که شما انجام دادید با یه کسی که اینجوری کار میکنه، زحمت میکشه، با یه کسی که داستان زندگیش اینه و فیلمش الان بعد نشون میدیم بهتون، کار درستی نبوده. آقا اینجا تو آمریکا میگن around the clock، یعنی شما 24 ساعت میتونی کار کنی. آقا تنمون بیل نخورده، بریم گاری دم جاینت و سیفوی یا نمیدونم پابلیکس و اینا جمع کنیم، ساعتی 8 دلار 10 دلار میدن و هر روزی 100 دلار 80 دلار بسازیم،
ماهی 2-3 هزار دلار میشه، مجبور نمیشیم کلاه این و اون رو برداریم. این چیزی که شما گفتید آقای هفلنگ، من و برادرام 40 سال توی آمریکا هستیم، من هر روز گفتم و میگم اگر کسی نه تنها از من، از برادرامم یک پنی طلبکاره، بیاد به ازای هر یه پنی من بهش 100 برابرش یه دلار میدم و الحمدلله بزنم به تخته، هنوز طلبکاری پیدا نشده و این باید افتخار شما باشه و من ممنونم. آقای سربی عزیز، من شغلم مکانیکه، معمولا مردم از مکانیک وحشت دارن، میترسن، میگن که مکانیکا آدمای بدنامین، حالا حقوق بازن، کلاه بردارن، پول اضافه دست مردم میگیرن. از شوشوابلی 680 کیلومتر با ونکوور فاصله داره، کاستومر دارم از اونجا ماشین رو تو میکنه برمیداره میاره پیش من، برای اینکه من نه مجانی برای کسی کار میکنم، نه دروغ میگم و نه پول اضافه میگیرم. خیلی هم خوب و ما ممنونیم از شما. اگه دوستانی هم این ونکوور شمال و جنوب داره نه؟ بله. آها، شما جنوب ونکوور هستین؟ من جنوب شرق ونکوور میشم، شرق پورتوکتلم. بله. اونجا هستم. در هر صورت اگر دوستان آقای سربی عزیز، اینم میخوام به حرفم اضافه بکنم که باور شما یا انکار شما صورت مسئله رو عوض نمی کنه. بله میفهمم. تا همین لحظه من 52 بار عمل جراحی انجام دادم، هیچ نقطه از بدنم نیست که عمل جراحی نکرده باشم، از جراحی عمل مغز بگیر تا زیبایی دندون، فک، کمر، گردن، نمیدونم تاندون، زانو، لگن، شکم، جایی نیست که من 4 تا تیر خوردم، 21 دونه ترکش، یه بار شیمیایی شدم، 2 بار موج انفجار گرفتم، 2 سال و 4 ماه و 17 روز و 8 ساعت و 23 دقیقه هم اسیر بودم. خب حالا اجازه بده من به عنوان یه ایرانی از شما و دیگران که رفتید و نذاشتید 1 متر مکعب 1 سانتی متر مربع ببخشید از مملکت ما از دست بره تشکر کنم، با وجودی که خود من هم خدمت وظیفه رو انجام دادم، هم حتی تو جنگ رفتم آبادان و خسرو آباد، ولی همت میخواست افرادی مثل شما برن اونجا و به اصطلاح نذارن خرمشهر به دست عراقی ها بیفته و از شما ممنونم، مرسی که با ما بودید. خواهش میکنم، من وظیفه ما انجام دادم، شما دوت داری، من از شما سپاسگزارم آقای سربی عزیز که این وقت رو در اختیار من گذاشتی که من بتونم بیام. اصلا به جان شما آقای سوادی، بحث به پول نیست، بحث به اون کامنتمنته، بحث به احترام و اعتباره. ببین هر کسی، هر ننه قمر ننه سنبری بلند میشه میاد میگه که من اپوزیسیونم، کلاه مردم رو بر میداره، با فکر و روح و روان و احساس و عاطفه و عشق مردم بازی میکنه، تهش نگاه میکنی باد میده. بله متاسفانه این اگر اینجوری نبود که 40 سال وضعمون این نبوده، الان اینجا به اصطلاح به این صورت نبودیم که هر روزی به قول شما یکی میاد، امروز حخا میاد، اون یکی یه روز حخا بود. بله. امروز همشهری شما بودا، به قول مولانا اینجور میگه که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهنی خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. اگه زاهد الان به این نقطه رسیده، روزی که از خونه پدرم 10 فروردین 1361 صبح ساعت 8:30 فرار کردم و رفتم جبهه، مثل یه کاغذ آلومینیوم راحت مچوله می شدم، ولی زشتی زمان و تلخی روزگار به حدی منو سوزون، یعنی ناخالصیامو سوزون، که الان اون چیزی که ازم باقی مونده از فولاد من سخت‌ترم، از سنگ سفت‌تر و محکم‌ترم. بله می‌کنم. من تنها جانباز و آزاده‌ایم که نه مواد استفاده می‌کنم، نه از دارو استفاده میکنم، نه چای میخورم، نه کافی میخورم، نه مشروب میخورم.
حالا سعی میکنیم درباره خود شما در برنامه آینده بیشتر صحبت کنیم، و حتی اگه کسای دیگه هم هستن مثل شما، من فکر میکنم که به اصطلاح آخوند و حکومت ها که نتونستن این کار انجام بدن، همون آقای کروبی که الان خیلی هم نمیشناسن، فکر میکنن ایشون سردار و ناجی و منجی هست، ایشون وقتی مسئول بنیاد شهدا بود چه کارای خلافی که انجام نداد. سال همون آقای کروبی سال 1362 من برای اولین بار پیر خوردم، گفت که من یه حواله نوشتم برای شما، بیایید برید یه مسکن بگیرید. اون موقع مسکن کیلویی میدادن. از سال 1361 تا به الان که 1397، 37 سال منتظر وام مسکنم. 37 سال دولت قرمساق جمهوری اسلامی به من زاهد هفت‌لنگ بدهکاره. بله، حالا امیدواریم که برنامه‌ای باشه که ایران و ایرانی‌ها بتونن به افرادی مثل شما واقعا اون بدهی رو که دارن به نحو احسن بدن و از شما هم قدردانی بشه اونجوری که لایقش هستید. من بازم از شما ممنون. خیلی سپاسگزارم از شما آقای سوربی. از طریق دوست مشترکمون من یه مبلغ ناچیزی رو به تلویزیون شما کمک کردم. امیدوارم ما بازم با هم دیگه در ارتباط باشیم و بتونم بیشتر از اینا به شما و نه به شما، به تلویزیون کمک بکنم که این اجازه رو به دیگران من و شما بدیم که بیان حرفاشون رو بزنن. مردم، من از مردم، از هر کس هر جای دنیا که هست، هر مبلغی رو که میتونه به تلویزیون مردم خواهش میکنم کمک بکنین و نذارین این تریبون خاموش بشه. هر کسی که هر مشکلی با هر کسی که داره بیاد اعلان بکنه. من از همه مردم این خواهش و تقاضا رو دارم و این درخواست از شما میکنم که به تلویزیون مردم، به آقای سوربی که مسئول و گرداننده این تلویزیون هست، خواهش میکنم کمک بکنید. ممنونم از شما، به امید دیدارتون. لطف کنید سلام منو به دوست مشترکمون برسونید و ازشون تشکر کنید. امیدوارم در برنامه‌های آینده از به اصطلاح خبرهای خوش و بهتری برای ما صحبت کنید. من همونجوری که گفتم، اگر آقای نصر احمدی ناگفته نماند که پول بنده و دوست مشترکمونو برگردون، من از همینجا میام اعلام میکنم، میگم که آقا آی خلق الله، آی مردم، این آقا پول منو پرداخت کرد و من ازش عذرخواهی میکنم. قرار نیست عذرخواهی کنی، پولتو پرداخت کرده، همین. خیلی ممنون از شما زاهد جان، مواظب خودت باش، با امید دیدنتون در برنامه های آینده. آقا روح ماهت میبوسم، از مهر شما سپاسگزارم. خیلی ممنون، خدا یار یاور شما بود. مرسی که با ما بودی، خدا نگهدارت باشه، مواظب خودت باش. قربان، خدا حافظ. دوستان عزیز، با آقای زاهد هفت‌لنگ بودیم، ایشون از کانادا با ما تماس گرفتن و میبینید متاسفانه این مشکلات هست. و حالا یه سوالی از شما میکنم. من بعضی وقتا این ماجراها به تلویزیون که کشیده میشه، میگم خب واقعا باید تلویزیون ایرانی این باشه که فلانی بیاد بگه آقا من برای این ماشین خریدم قسطشو نمیده، اون بیاد بگه به این پول قرض دادم، ازدواج کرده، حالا شده میلیونه، پول منو نمیده. بعد فکر میکنم بله، اتفاقا اگه اینجوری باشه میشه مثل این روزا، شما دیدی وقتی میری یه جایی که فکر میکنی اینا دوربین دارن، مواظب حرکاتت هستی. ای کاش ما هممون فکر کنیم همیشه یه دوربین روشنه، یه میکروفون روشنه، ما هر چی میگیم داره ضبط میشه، والا غیبت کم میشه، کلاهبرداری کم میشه و الی آخر. حالا که این آقای زاهد اینو گفت، ما امروز دادگاه که رفتیم و برنده شدیم، یه کاغذای آماده پرینت شده به شما میدن که بله شما برنده شدی. بعد ببینید همین چیزی که زاهد گفت که اگر آقای دکتر نصر احمدی پول ایشون رو بده، ایشون میاد و میگه که
من پول رو گرفتم و ازشون عذرخواهی میکنه که به نظر من اون عذرخواهی لازم نیست، باید بیاد بگه پول گرفتم. یا من میگم که آقای دکتر نصر احمدی تماس گرفته و گفته سوربی من یه شرایطی داشتم، احتیاج به پول داشتم، این کمک کرده، یه شرایطی بدتری داشتم و پول ایشون رو ندادم و حالا به اصطلاح مثلا این پول رو دادم و ما با آقای زاهد تماس میگیریم، اگه گفت بله میام اعلام میکنیم. این خط آخر این مال نامه دادگاه میگه شما اگه این پول رو از طرف گرفتی باید به دادگاه خبر بدی که من پول رو گرفتم. حالا اینو چیکار میکنن؟ اینو استفاده میکنن، چون خود قاضی امروز میخندید میگفت شما جاجمنت رو برنده بشید، یعنی رأی دادگاه رو بگیری، مسئله نیست. مشکل اینه که حالا پوله رو میخوای کجا بگیری. ولی وقتی شما میرین، فکر کنم توی این منطقه 10 سال این اعتبار داره، گارنیش میتونی بکنی. ولی توضیح میده این پایین یکی یکی میگه که میتونی سمن بگیری بفرستی، نه ماهی سمنه، این سمنه با اون اکسل فرم کنه. بعد گارنیشمنت، اکچوال لیوی، رو حقوقش برید چیز بذارید، گارنیش، بانک و اینا میتونید برید دنبالش. خلاصه جای دیگه هست که من خودم وقتی شرکت داشتم میدیدم بعض وقتا نامه برای ما میاد که سوربی فران راننده شما مثلا همسرش شکایت کرده که این پول بچه ها رو نداده و شما مجبوری 25% رو هفتگی بفرستی برای ما. لیگالیه، قانونیه. البته برای هر کدوم از این کارا دادگاه پول میگیره. ببخشید، بعضی از دوستان میگن که صحبت نصر احمدی هست. بله، خب اگه شما صدا ندارین شما از کجا فهمیدید نصر احمدی؟ در هر صورت من بهتون میگم، دیروز تا حالا ما قرار بود که با اسکایپ با آقای زاهد هفتلنگ صحبتی داشته باشیم و ایشون آخرین کاری که تونست بکنه این بود که از طریق چت و فیسبوک ارتباط برقرار کنه. بعد من دیروز از کار داشتم رفتم، ایشون برای من نوشته بود حالا ممکنه با اسکایپ باشیم. تا امروز ظهرم منتظر بودم، ظهرم براشون نوشتم به گواهی چیزایی که هست، پیاما و اینها، که آقای زاهد من هنوز منتظرم و چیزی دریافت نکردم از اسکایپ که با شما این مشکله. ببینید ما اینجا میکروفونایی که داریم شماره دارن، مثلا میگیم میکروفون 2 برای اسکایپ، برای میکروفون 7 برای فیسبوک، میکروفون این برای اون یکی. 62 ساله، حالا درسته 20 ساله دارم این کار انجام میدم، 20 سال که اولا که من کارها رو انجام نمیدادم، به اصطلاح مدیری داشت، مسئول فنی داشت. از 2003 تا حالا که 15 ساله این کار انجام میدیم، روز اول والا خیلی ساده بود، این دوربین روشن کردیم، خود دوربینم میکروفون داشت. یکی زنگ زد گفت آقا صداتون دوره، رفتیم یه میکروفون گذاشتیم نزدیک. اینا هی میشه قوز بالا قوز، قوز بالا قوز. حالا خودت وقتی پیر میشی قوزی هم میشی، تازه بعضی ها گوزی هم میشه، بعد این قوزای بالا قوز هم دیگه زیادتر باید ببخشید. و بعضی وقتا شما باید چیز کنید دیگه، مثلا اگه الان صدا یه جایی شنیده نشد، چون تو فیسبوک مردم تیوی بود، تو فیسبوک سوربی هست، روی این تلویزیون مردم هم هست، بعدم میاد روی یوتیوب، از اینجا چیز کنید و به منم بگید که به نظر شما این روشی که آقای زاهد نشون داد، دیروز تعمیرگاهش رو من نشون داد، خیلی مرتب و ماشینای لوکس و اینها، و گفت ببین آقا من احتیاجی به این مبلغ ندارم. حالا نمیدونم مبلغش هم گفت یا نه، و این مبلغ اصلش من داده بودم که برام ویراست، به اصطلاح من می‌خواستم با این آقا برام تدوین یا ویراستاری یا ادیت کتابم انجام بده. بعد از بس از خودش تعریف کرده آقای نصر احمدی که یه دم من بهش گفتم آقای نصر احمدی من به شما زنگ زدم، یعنی آقای نصر احمدی من میخوام یه چیزی به شما بگم، شما ساکت باش. نمیتونه بنده خدا، نمیتونه بچه خانه، هیچ که بهش نگفته آقا حرف نزن، ساکت باش. ما همین مشکل رو با این آقای پهلو اللهی داشتیم اون روز، میگم آقا صبر کن، فهمیدم شما یه تلویزیونی میخوای که هر وقت روشن میکنی، حالا ما یه تلویزیون خریدیم $200 اولش تا روشن میکنیم تاریخ و روز و اینا رو هم مینویسه، البته مال اینجا رو مینویسه نه مال برنامه. برنامه اگر پریروز خانم ملانیا رفته باشه تگزاس بعد من روشن کنم،
همون اول کار نمیگه سربی این مال پریروز ها، باید سب کنم ببینم مال کیه، یا یه گوشه ایش تاریخ نوشته یا طرف صحبت میکنه. حالا خود این آقا میگه آقا نوشته جمعه. خب آقا نوشته جمعه، دندت نرم، تو اگه یه شنبه نگاه میکنی یه چیزی تو این بالاخونه هست اسمش مغزه، از مغزت استفاده کن، میشه یه شنبه 48 ساعت قبل بوده. دوستان گفتن آقا ولش کن، بی غیرت نباشین، فکر کنید فوتبال است. خب اینو داشته باشید تا بهتون نشون بدم این در رابطه با چیه. روی فیسبوک اگه شما بذارید من ببینم این آقای حاتم یک پیامی گذاشته، نمیدونم برای من، آقا یه توضیح بنویسید، بنویسید من یه پیام گذاشتم درباره برنامه. خوشتون میاد؟ این آقای نوشین حاتم یکی از سرداران کمپوزیسیونه که با اون آقای آریا منصوری کیه میخواد ارتش بوده. نگاه کنید من الان بهتون نشون میدم. آخه شما به من بگو کجای دنیا یه نفر میاد، حالا نمیگیم که ایشون میدونه من الان برنامه زنده دارم، گور پدر برنامه زنده، برنامه مرده، درست؟ کجای دنیا یه نفر میاد برای یه کسی که این همه دوست و دشمن داره پیام آدیویی اینجوری میفرسته بدون اینکه یه توضیح بده؟ حالا گوش بدیم ببینیم این چی بوده اینقدر به نظر ایشون جالب رسیده که فرستاده برای سوربی. بشنوید. خب حالا تو رو خدا دوستان از خودتون سوال کنید اگر این سوربی اینجا بشینه و این پیامای اینجوری 3 دقیقه و 14 ثانیه وقتمونو برای این تلف کنیم، دام 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 دام، 5 دقیقه برای اون خانمه که انقدر شاقه که انقدر لباس پوشیده که معلوم نشه قنبلش و فلانش کجاست، 10 دقیقه برای فیلمایی که دوستمون حسن آقا از کالیفرنیا میفرستاد، میگم آقا شما اینو دیدی؟ میگه نه کاکو من همینجوری فرستادم، گفتم شاید شما بخوای استفاده کنی. میگم آقا وسطش داره فوش خانواده بهت میده. میگه ای، گفتم آره. رم نگاه کرد اومد گفت آقا ما رو سر کار گذاشتی؟ گفتم بله سر کارت گذاشتم، همونجوری که شما میخواید من رو سر کار بذارید. آقای نوشیروان حاتم این چی آخه؟ وقتی میگم ما ایرانی ها بلد نیستیم حتی از فیسبوک استفاده کنیم و بدونی که بخوایم سوء استفاده کنیم، همینه دیگه. آقا تو قسمت پیام خصوصی که نمیان این چیزها رو بنویسن، پیام عمومی رو هم لاک کردیم که اینا رو نذارید. کامنت بازه که چی؟ درباره برنامه بذارید صحبت کنید. بذارید ببینیم که اینجا مردم تیوی هستیم، بیایم روی فیسبوک سوربی نوشته که فرخ کامنت گذاشته ببینم چی گفته. ما امروز بین میکروفون 2 و 7 اشکال داشتیم. بله این مشکل متاسفانه بود. دلیلش من فکر میکنم که اگر ما با اسکایپ صحبت میکردیم مثل همیشه که شما میبینید، یادتونه بعضی وقتا هم کی بود برنامه که پخش میکرد صدا رو خود دوستمون میگو من صدا رو نمیشنوم و هی به من میگو ویدیو تموم شده. متاسفانه این اشکالاییه که بعضی وقتا پیش میاد برای که هر دفعه روش جدیدی. مثلا اون خانمی که توی شرکت ایشون کار میکنه دیروز به من میگه شما واتساپ داری؟ گفتم والا خانم من انقدر دارم چیزای مختلف که دیگه نمیدونم چی دارم. اینم مثل مریضیه. به یک هنرپیشه بعد از 50-60 سال جایزه اسکار دادن، دیگه طبق معمول میدونید که تعارف میکنن، میگه که من که لیاقت اینو ندارم. خندید گفت من که لیاقت این جایزه رو ندارم، مثل که 100 تا فیلم تا حالا بازی کرده، هی اسمشو کاندید کردن ولی برنده نشده. خلاصه گفت ولی به خدا لیاقت آرترایتز هم ندارم. ما میگیم آرتروز نه ایرانی ها، اونم دارم، یعنی اینم جزء تعارفات. بله میگه که there was no sound. اگر شما sound نداشتین نمیدونم، شاید این میگم چون امروز دارم از مردم تیوی فیسبوک استفاده میکنم بعد سوربی شیر میکنه. به خدا فرخ اگه یکی از شما به من قول بدی این مجید خوشنودی یک کمی داشت میمد ولی اوبر نمیذاره، این پولا
میگه آقا چرا بیام بشینم اینجا، پمشم میرم دو تا مسافر سوار میکنم 40 دلار. میره خوب دور میزنه میشه 8 دلار. وقتی فکر میکنیم اینا آقا شده بنزین و وقتش و اینا، خودش و ماشینش و اینا، ساعتی 7 دلار هم کار نکرد. اوبر از وقتی این آقای ایرانی اومده دیگه گند زده ماشاءالله. آقای خسروشاهی هست، دارا خسروشاهی، خودش دارا، تمام اوبرای بیچاره نادارا. خب اینم از این. براتون اینجا حسن ارشاد 184مین برنامه رو از ایران فرستاده، من برای شما ساعت 4 پخش میکنم و حالا چون ساعت 3 شد ما هنوز نه ویدیویی نه آدیویی از خانم فری شوبری و همسر عزیزش گرامی آقای لطفی نگرفتیم، اجازه بدید اصلا ما این آگهی رو فعلا متوقف کنیم، بریم آگهی آقای انصاری رو ببینیم و برگردیم. یا چون اون روز آگهی آقای انصاری نشون دادم، اندیشکده و کتاب آقای لادن رو و اون دوستمونم که گفت که اسم و آدرسم اینه، لطف کنید یه مبلغی حمایت کنید و اینجا اینجوری باشه سوربی جان من حمایت کردم، شما کتابو بفرست که من دوشنبه که بلند میشم بسته‌بندی میکنم میرم. خب هوشنگ انقدر کمک کرده به تلویزیون مردم که اصلا اگه این دفعه بخواد پولم بفرسته میگم نه نمیخوام، این کادوی منه به شما، ولی شمایی که من نمیشناسم آمدی آقا من کتابو چجوری تهیه کنم، اینجوری لینک و بانک و همه چی فرستادم، بعد میگی خب شما کتابو بفرست من کمک میکنم. ما نمیگیم والا اینقدر از این بلاها سرمون آوردن، طرف 60 خورده برنامه آقای سرهنگ عقیلی پور رو پر کردیم و DVD و فلان اینا، بعد بهش گفتم آقا به جایی که چیز کنم من میتونم اینو مستقیم بزنم رو سیستمت، اینجوری گاه آره خیلی هم بهتر میشه، شما این کارو بکن من برات پول میفرستم. امیدوارم مرده باشه، چون اگه مرده باشه میبخشمش، ولی اگه زنده باشه بدبخت، آخه برای 10 دلار برای 100 دلار خدا زده، برای 1000 دلار کارمون خیلی خراب. درصد دوستان دیدید مکدونالد میرید نگاه میکنی میگی من یه همبرگر میخوام یه نوشابه میخوام اینو میخوام، میگی 6 دلار 6 دلار میدی میری وای میسی، اون موقع خوراکو میندازن تو این روغنا براتون سرخ میکنن میدن دستت. بله میدونم شما میگی نه آقا یه جایی هم هست چلو کبابی میری میشینی میخوری، بعدم به دوستات میگی من باورم دستشویی اون بدبختا پول حساب میکنه، اینجا چلو کبابی نیست، اینجا مکدونالد، شما مثل مکدونالد رفت در ساعت دوستون آدرس فرستاد ولی منتظر. خب آقای چمنارا و دوستان و دشمنان ایشان، یادتونه من یکی دو هفته پیش یا شاید هم هفته پیش یکی دو بار راجع به این دعوای پیرمردا با هم صحبت کردم. چیز جالبی که من ندیدم توی فیسبوک، نمیبینم پیرزنا با هم دعوا کنن، یا شما میبینی این خوشنودی خیلی از این خانمایی که میان عکس جوونیشون میندازن اینا میفرسته مسخره میکنه و اینها، ولی پیرمردا رو دیدم خیلی با هم دعوا میکنن. و اون روز در رابطه با آقای چمنارا که فیلمش رو همینجوری ما داریم نشون میدیم و اون دوستانی که دعواشون شده بود، اون به اون میگه ماموری جمهوری اسلامی، اون به اون میگه وطن فروش فلان اینها، من یادم افتاد به این دعوای آقای ترامپ، حیف کلمه آقا، و آقای جو بایدن که این شب تلویزیون مسخره میکرد میگفت که مردم گفتن ما حاضرین بلیت 100 دلاری بخریم، مسابقه های مثلا بوکس و اینا 40 دلار شما میدی مسابقه رو تلویزیونت پخش میکنن، اینا گفتن ما حاضرین 100 دلار بدیم این دوتا با هم مسابقه بذارن. بعد اون مجریه میخندید میگفت که مسئله اینه که اینا یا باید پوشک ببندن دایپرز، یا اینکه هی 2 دقیقه به 2 دقیقه مسابقه قطع بشه برن دستشویی. اینم از این. آقای چمنارا اون روز یه فیلم جدید برای من فرستاد، گفت آقا من این برنامه ها رو پر میکنم به شما هم یه امکانی میدم که شما یک موضوع یا تاپیکی برات پیدا بشه که شما بتونی دربارهش صحبت کنی. گفتم آقای چمنارا یه روزی بیا اینجا، خودش اومده اینجا، بیا نگاه کن ببین من چقدر چی دارم، چقدر کاغذ دارم که هی مال دفعه قبل گذاشتم و نمیرسم بگم. اصلا حالا نمیخوام بگم لازم ندارم تاپیکای شما رو، ما چنین و چنان، ولی عزیز من اینجوری نیست. ما گفتیم اینجا اگه کسی حرفی برای گفتن داره وقت رو میخره و چیکار میکنه؟ حرفش میزن. اگه ویدیویی برای پخش کردن داره وقت رو میخره ویدیو رو پخش میکنه.
اگه میخواد به صورت مصاحبه انجام بده باید هم وقت رو بخره هم برای وقت من پول بذاره. این که خیلی ساده است. من نمیدونم شما چرا بعض وقتا خودتون میگفتن کوچه علی چپ، میگفتن نه نگید کوچه علی چپ، اینو سنی ها میگن که بی احترامی باشه به بابا. سنی ها حضرت علی رو خلیفه چهارمشون میدونن. بله آها فرزاد نیساری ببخشید، بله اینشون هم میگه که صدای مهمان روی ایر نیست. این همین ماجرای میکروفون 2 و میکروفون 7 و نمیدونم چطور شد و دیروز وقتی با ایشون اشتباه میکردم یک کار غلط انجام دادم. باید من فکر میکنم شما صدا ندانی دلیلش فهمیدم، الان دلیلش فهمیدم. ببین چون رو فیسبوکه، این وقتی که آقای زاهد صحبت میکنه بلنگو رو باز میذاره که من بفهمم، ولی میکروفون رو میبنده که صدا نره برای اون دور بزنه یا پژواک بشه یا فیدبک بشه. حالا این نمیفهمه فیسبوک که آقا من خود تو رو دارم استفاده میکنم که صدای من و ایشون رو برسونه به آقای فرزاد نیساری. در صورت گفت چی؟ گفت آقا ما هزار یه مشکل داریم. گفت بگو ببینیم. گفت یکیش اینه که آقا مثلا فشنگ نداریم. گفت آقا دیگه اون هزارتا رو نگو، ما هم هزار یه مشکل داریم. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ بله اینم از این. و یکم صبر کن روی چیز پخش میشه روی یوتیوب. خب بذار ببینم که این از این، این از این، اینجا چی دارم. آقای چمنارا رو بذارید یه دعوت کنم ازش یه روزی بیاد. آقای سوربیما، آقای هفتلنگی رو نداریم دیگه، میدونستید دشنام کارگری دادن به هد آف استیت حتی اگر سزاوار دشنام باشد بی آقای آریو مناداد سم آهورا، شما ممنونم. من اینجا برنامه که اجرا میکنم CIA داره نگاه میکنه، FBI داره نگاه میکنه، هزار تا فضول شاه اللهی هم داره نگاه میکنه. شما نمیخواد حق و حقوق منو به من بگی. ازت ممنونم که اینقدر منو دوست داری که مواظب من هستی. شاید من عمدن این کارو میکنم که اینا بیان به من بگن آقا درو ببند برو، درو ببندم برم دنبال کارم، ولی مرسی. آقا هدان استار چی شب بیا نگاه کن، میگن این مردی که دروغگوئه، این مردی که چایلد ابیوزره، این مردی که شالاتان ترامپ سکشوال نمیدونم چی چیه، یعنی از لحاظ مغزی چی داری میگی آقا؟ تو کجا زندگی میکنی؟ آقای آریامونات، بابا بنویس لیموناد یه دفعه، سم اهورا، خیلی خوشم میاد. انقدر به اسم ایرانیشون افتخار میکنن که حتما سمم باید باشه. این سم با اون سمی که میخوریم میمیریم فرق میکنه. آقا شما یه روزی بیا ان ژورنالیستیک اتیکس، شما اگه برنامه‌های منو نگاه میکنی باید تا حالا میفهمیدی که من نه خبرنگارم نه ژورنالیستم، من برنامه گذار و تیوی هست هستم، یعنی میام نظرات خودم رو میگم. شما ژورنالیست میدونی چیه؟ زنگ بزن الان برای من توضیح بده، پیام بذار رو این شماره برای من توضیح بده ژورنالیست یعنی چی. بیا دوستان این شما خبرنگار یا ریپورتر میدونی یعنی چی؟ این که یه مشتی پیر سگ رادیو تلویزیون دوره شاه عقب افتاده نشستن اونجا میگن ما خبرنگارا میرفتیم در کاخ مرمر به همون یه سکه میدادن همچین دولا میشدیم که نفر بعدی عکسش میافتاد تو دستگاهمون. اینا فکر میکردن ژورنالیستن، فکر میکردن خبرنگارن. خبرنگار اون بود که دوربین رو برداشت برد ویتنام، آبروی آمریکا رو برد. خبرنگار اونیه که 3 روز پیش به هر وسیله‌ای بود رفت جایی که این همه مأمور نمیذاشتن من و شما با خبر بشیم، صدای زاری و گریه بچه ها رو آورد. حالا شما نمیخواد به من اتیک، بذار من اصلا تو رو پاکت کنم، احتیاج داری یه لیفت؟ نه بذار باشه دوستان ببینیم اینا کیا هستن. شما اتیک یا درس اخلاق خبرنگاری رو نمیخواد به من بدی.
گر تو بهتر میزنی بستان بزن. میدونی ماجراش چیه؟ یه روز طرف داشت نی میزن گوزید و به کونش گفت که اگه تو بهتر میزنی بی بزن. حالا شما درست همین ماجرا، من داشتم نی میزدم، آقا ولمون که تو رو به خدا. بعد دوستان میگن آقا با اینا ملایم باش. آقا اینا ملایمت سرشون نمیشه. شما اسم این طرف رو نگاه کن، چند تاتون تو این سن و سال که رسیدین یه همچین اسمی دیدین؟ آریا، آریا موناد سم اهورا. خب این طرف مشنگه، این بدبخت از خودش گریزونه، این نمیدونه کیه. بذارید براتون پیداش کنیم، حالا یه دو تا عکسش هم نگاه کنیم. آریا لیموناد سم اهورا، بله، بیا تهران ایران. خب نگاه کنید عکسی که گذاشته مال مال سال 2500. نگاه کنید عکسایی بود اون وقتا میگرفتن دم سینماها با این کاغذهای رنگی رنگ میکردن. یادتونه یه کاغذهای رنگی بود اینجوری چین و با چین؟ این عکسه میبینید مال کیه؟ اصلا ایر فیلتری که شد. نگاه کنید استادید اف یونیورسیتی اف تهران لیوز این تهران ایتس کامپلیکیتد. ماجرای عشقیش هم کامپلیکیتد هست، یعنی هنوز نمیدونه گیه، مرد، همجنس بازه. فرام لاس وگاس نوادا، در لاس وگاس در ایالت نوادا زندگی میکنه. آقای آریاموناد سم اهورا، ایشون میخواد به ما درس اتیک، اخلاق ژورنالیستی بده. چرا؟ این آقای بیژن یگانه خیلی قشنگ میگفت. چرا؟ چون ایشون طرفدار ترامپه. شما آقا اگر میدونی چیزی بلدی مهمون من بیا به من بگو که در این صحرای نوادا چه چیزی باعث شده که شما فکر کنی یه بچه پولدار بی تربیت دزد شارلاتان کلاش میاد هم آمریکا رو نجات میده هم تو رو نجات میده، تو من عقب افتاده رو. بیا اینو به ما بگو، ما نمیفهمیم آقا، ما شعور نداریم. شما که با شعوری دعوت شدی تشریف بیاری اینجا، ممنونم. بریم این برنامه اندیشکده رو بهتون نشون بدم. اندیشکده شاید از مجید بخوام که این ویدیوشون رو درست کنه، به اصطلاح فانت و اینها رو. از من پرسیدن فانت چه سایزی باید باشه. باور کن اینا انقدر، من وقتی میگم بابا من کار ادیتینگ دوست ندارم انجام نمیدم باورشون نمیشه. من وقتی هم میخوام یه چیزی رو یه جا بنویسم حتی توجه نمی کنم، چون شما وقتی داری اینا انجام میدی میذاری میبینی کوچیکه اینجوری. بعضیا شماره نداره، ای بزرگتر، ای بزرگتر اینجوری داره. و دیگه حالا یادم نیست مثلا برای ویندوز اگر 640 480 باشه با فانت 36 استفاده کنی. بعدم شما اگه یه جمله بنویسی میتونی فانت 48 بذاری، فانت 70 بذاری، ولی اگه یه خط باشه باید فانت 36 بذاری، فانت 28 بذاری. اینا رو خود شما بر اثر کار کردن یا اون کسی که براتون کار میکنه. در هر صورت اینو با هم ببینیم. این اندیشکده اینجا خدمت شما و صدایی هم روش نیست، فقط وبسایتشون رو نشون میده و من حتی امروز از ایشون دعوت کردم، ایشون گفت امروز کار دارم نمیتونم بیام. و امیدواریم هفته آینده ساعت 3 بعد از ظهر فرایدی جمعه ایشون رو داشته باشیم. تلاش میکنم اون دوستمون رو ساعت روز دوشنبه داشته باشیم، ولی ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه آقای احمدعلی مسعود انصاری با ما هستن. اینم برای رهایی مردم، تنها کسی هست که چه باید کرد رو دربارش صحبت میکنه. تنها کسی هست آقای لادن که ننشسته یکی بره آخونده رو بگیره بندازه بکشه بعدن بیاد به من بگه. بذارید امروز یه عکسی آقای چیز فرستاده بهتون نشون بدم، آقای بگید دیگه، آقای مختار. ولی مختار روزنامه ایرانیان رو گذاشته، آقای تقی مختار. و ببینم این عکس اینجا هست، بله خیلی جالبه دوست. سال 1987 بنده یک جوانی بودم اینجا در پارک گریت فالز از این آقا رضا که حتی یک دونه مامور امنیتی ایرانی همراهش نبود و همه اسپانیش بودن و
به اصطلاح چند تا سگ وحشی، حالا اون سگای وحشی ما میگیم سگای تربیت شده باهاش بود، من ازش یه چیزی پرسیدم که تا امروز هیچ کدوم از شما جرئت نکرده، ولی خوشم میاد که چون دو بار دیگه هم بعدن ازش پرسیدم، یه بار سال 2006 که به خاطر 600 دلار پول ما رو این آقای ضیاء آتابای بالا کشید، روزی که رفت تو تخت بیمارستان براش نوشتم اگه مردی حلالی ولی اگه نمردی بدهکاری. و یه سال دو سال بعدشم آقای شهرام همایون یه برنامه گذاشته بود که هر کی سوالی داره از این رضا تنبل بپرسه، حتما این آقای آریومنده آریامنده نیازمنده سم اهورا میگه آقا به این رضا هم صحبتی نکن، این رضا هم باباش یه شب با ننش بوده، این شده 16، ایشون حالا ژورنالیستی اتیکتت کجا، آقا برو دنبال کاره. بعد این آقا رضا تنبل ما پیغام گذاشتیم که من سربی هستم، 20 سال پیش از شما پرسیدم که شما قسم خوردی پادشاه هستی، با این قسم چه کار میخوای بکنی؟ انقدر دروغ گفت و چرخید که خود شهرام همایون خندش گرفته بود. ولی الان گوش کنید، این روزنامه امروزه، جمعه اول تیر 1397، ببخشید گفتم روزنامه، هفته نامه است، ایرانیان، نشریه سراسری ایرانیان مقیم ایالات متحده آمریکا. رضا پهلوی گفته اگر یک تصمیم گیر مسئول میخواهید بروید دنبال جمهوری. او میگوید در رگهای من الزاماً خول سلطنتی نیست و در اساس جمهوری خواستم. یه روزی یه نفر به من گفت آقا این آقای انصاری وقتی اومد خدا وکیلی ازش سوال کن این شایعه ای که میگن درسته که رضا پهلوی بچه شانیست؟ گفتم والله این دماغ به این زشتی و دماغ به این گندگی و اینا شباهت بچه‌شه دیگه، حالا ولمون کنید دیگه، حالا دی ان ای نمیدونید، چون میدونید که یه چند تا دختر و زن و این برابر هستن که میگن اونا دخترای شاه هستن. در هر صورت آقا خانم این بابا این کاره نیست، الانم که دیگه دید 3 تا دختر گیرش اومده، اگه بخواد با اون پادشاهی ایران بره که این بره اونجا، بعد یکی هم میخوان بکشنشو در بره و فرار کنه و هیچ بیمارستانی راش نده، کرم داره نشسته اینجا کنار آب، دخترش هم داره مدل میشه. خب اگه بخواد بگه دخترم هم میتونه شاه بشه، خب خواهر بزرگترش باید میشه شاه، خواهر رضا مسکی هنوز زنده است. آقا خانه از پای بس ویران است، او شما نشستی تو لاس وگاس یه تلویزیونی مجانی داری نگاه میکنی، اجازه هم داری بیای هر چی میخوای اینجا بنویسی، برو آقا. و اما بیایم همین نزدیک نیوجرسی، این دوست همشهری شیرازیمون که بعد از اون روزی که من صحبت کردم و پیامش پخش کردم و یک مسابقه غیابی باش انجام دادم نیستش، حالا یا به قول خودش چون هوا گرمه رفته کنار دریا و اینها، یا اینکه دیده آقا عجب این بار خراب کرد و عجب سربی مچش گرفت و اینها، بذاریم بریم ببینیم که این عکس مجاهدین خمینی، اینو براتون اینجا نشون بدم. یادتونه برنامه رو دنبال میکنید یا یه درمیون گوش میدید، یادتونه این دوست ما با اون لحجه شیرازی قشنگش گفت آقا تنها کسی که نابغه و دانا بود این آقای رجوی بود که 40 سال پیش فهمید خمینی دروغ میگوید و از همان روز اسلحه گرفت. آقا تمام اطلاعات شما غلطه. اولا 40 سال پیش رجوی تا اومد از زندان بیرون رفت همه جای گفته و ناگفته خمینی رو بوسید، این یک. دومن رجوی تا چند مدت با اینها بود، وقتی که بازیش ندادن گفتن آقا بچه هستی چیزی بلد نیستی برو دنبال کارت، یه مشتی بچه دیگر رو دخترهای 14-15 ساله بیچاره پسرهای کوچولو اینا رو گول زد افتاد تو خیابونم. ولی چقدر خوشحالم که من اینجوری باز راحت میام تو برنامه ها میگم تا این دوستمون دیروز بفرسه آقای سوربی دمت گرم، حالا که این دوست شما آمده گفته مسعود رجوی اولین نابغه‌ای بود که فهمید، ازشون سوال کنید این رو چجوری تعبیر میکنید. تبریک مجاهدین خلق ایران،
به مناسبت تجدید سلامت امام خمینی، به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران تجدید سلامتی کامل امام خمینی را که خواست قلبی همه اقشار مردم است به ملت رزمنده ایران تبریک و شادباش میگوید و آرزومند است در سایه طول عمر امام وحدت صفوف خلق در این شرایط حساس هرچه مستحکمتر گردد. تاریخ 13/12/58 مجاهدین خلق ایران. تاریخ ایرانی، حالا اگر برعکس هم بنویسن اینجا میگه که یعنی 13 اسفند 58، بیش از یک سال از انقلاب گذشته، آقای خمینی تب کرده، مسعود رجوی قش کرده. آقای خمینی حالش خوب شده، مسعود جان حالش خوب شده، آمده تبریک گفته. و گوش کنید، اون که میگم وسط نوشته ها رو دقت کنید ببینید چی نوشته مجاهدین. نوشته سلامتی کامل امام خمینی را که خواست قلبی همه اقشار مردم است. پس یعنی رجوی خفه نگو مردم نمیخواستن اینا رو. اون روز تو آمدی گواهی دادی که مردم میخوان اینا رو. بعد که اینا به بازید نگرفتن، آویزون شدی به صدام، آویزون شدی به جردن اردن، آویزون شدی به عربستان سعودی، حالا هم آویزون شدی به کسی که چیزی برای آویزون شدن نداره. برو آقا. شاید ایشون هم با رجوی رفتن کنار آب. نه ببین فرزاد، من الان اسم ایشون یادم نیست، ولی یه آدم خیلی خوبیه ایشون. اولا از داداشای من قدیمی تره توی آمریکا، بعد دوتاشون رو میشناسه، بعد خیلی آدم منطقیه. آقا من نمیدونم تو این دو سالی که ما باهاش صحبت نکردیم چجوری یه دفعه عوض شد. میدونید بعضیا اینجوری عوض میشن، مثلا آقای فیلابی به دلیل برادر خانم، برادرهای خانمش مجاهد شده، اونا رو اعدام کردن. خب بالاخره خانمش هم گفته آقا بالاخره اینا برادر من، این هم مجاهد شدن، همونو گیر کرده، بدبخت مونده توش، نمیدونه چیکار کنه. پهلوانیش این و مجاهدیش اون و اینا اینجوری. اینم نمیدونم چی شده. ایشون یه پیامی گذاشت، ما زنگ زدیم گفتیم آقا این پیامت نه شماره داره نه اسم داره و این درست نیست. همینجوری که به این آقای نوشیروان حاتم میگم آقا این کار غلطیه، حالا چه در عین برنامه چه بیا برای من موزیک بذاری، مگه من موزیک نمیتونم خودم پیدا کنم؟ بعدم بدون هیچ نوشته ای حداقل احترام بذار به خودت، بنویس سوربی من این نوار رو شنیدم چقدر زیباست، من این نوار رو از مولوی گوش دادم چقدر زیباست. تا منم مثلا تا ببینم مولوی میگم بابا مولوی هم حالا اگه رفتیم شعراش خوندیم فردا میگن اینم باید بره تو کار 40 سال همجنسگرایی کنه، چی بگیم آخه به شما؟ تبریک مجاهدین به سلامتی خمینی. و اما my enemy my brother، آقای زاهد هفتلنگ از کانادا، آگهی آقای احمد علی مسعود انصاری رو ببینیم و پلیر 4 اینجاست. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکی است و هر چه است از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران می رساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح
با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. بذارید من این توضیحات و لینک رو براتون نگه دارم، یه نگاهی بهش بندازید و حالا این به اصطلاح چیزی که داریم دیگه، در حد دارایی گو خواستن، در حد توانستن توانستن است. این که ما هممون به اشتباه میگیم خواستن توانستن است، همچین چیزی نیست. و اما ببرم بتون به رود آیلند زیبا و ببینیم با هم جنیز یا جینیز هوکا لاونج. والا خود من هنوز قشنگ بلد نیستم اینو به اصطلاح تلفظ کنم، ولی اینجوری می نویسن، مثل جن میبینید، جینیز هوکا لاونج، این علامت، این عکس ها رو میبینید، اینه، بعد شماره تلفن اینجا میبینید، اسم خانم فری شوبری رو سمت راست میبینید و این رو هم اینجا من میگم درست کردم گذاشتم که این دوستان ما پس از 7 سال حالا مایل هستن که بله پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار میکنن، در صورت تمایل با آنها تماس بگیرید. شماره تلفن آنها چیست؟ 203-545-3166. به نظر من خانم شوبری این عکس رو حتی روزانه روی صفحه خودشون هم بذاره هیچ اشکالی نداره، یا به انگلیسی یه چیزی روی صفحه خودشون بذاره و اونایی که میان اونجا بالاخره ممکنه کسی هم باشه که مایل باشه که اونجا رو داشته باشه یا به اصطلاح واگذار کنه. خب دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم، برنامه 184، و بعد از اون یه فیلم 44 دقیقه‌ای از آقای زاهد هفت لنگ رو به شما نشون میدیم به نام My Enemy My Brother، دشمن من برادر من، ماجرای دو نفر که در ایران و عراق با هم میجنگن، بعد میان این ور دنیا توی کانادا با هم آشنا میشن و با هم دوست میشن. و اما اجازه بدیم من این الان ایام تابستونم هست و اینها، احتمالاً تو مناطقی هم که شماها زندگی میکنین این برنامه خون و به اصطلاح اهداء، تو ایران میگفتن اهداء خون هست و اگر انجام بدید بد نیست. دوستان میگن هر کسی در یک سال میتونه 6 مرتبه هر از 2 ماهی خون بده. حالا شما 6 مرتبه پیش کشید، هر 6 ماهی یه بار خون بده که بشه 2 مرتبه در سال، 2 مرتبه هم پیش کشید. هر سال عید خودمون میشه یا عید مسیحی ها میشه، قرار بذار بری، یا تولدتون میشه برو به اصطلاح اون نزدیکترین به اصطلاح جایی که بلاد دونیت میکنن برو خون بده. مثلا اینجا هفته آینده گفته که اصلا برنامه میذاریم در سنترویل، در استرلینگ، در اناندل 29 جون از 6 صبح تا 4 عصر، یه جای دیگرش از 10 صبح تا 6، یه جای دیگرش از 10 صبح تا 6. من به اصطلاح شانسی که دارم اینه که همین اناندل یکی از این سنترها هست، وقتی میرم بعضی وقتا بیکارم میرم اونجا و یک نمیدونم چقدر 400 میلی لیتر. بعضی ها ممکنه وقتی اینقدر خون میدن احساس ضعف کنن، به همین خاطر بهتون میگن بشینید اونجا یکم آب بخورین، نوشابه بخورین، یک کرکر چیزی بخورین، بعدم از تون میپرسن همه چی اوکیه، میری به سلامت. ولی یادتون باشه که همین این ممکنه جان یه نفر رو نجات بده
مخصوصا همین تابستون اینها هم ایام باز تصادفات و این چیزا هست. بله اینم عکسی که بهتون نشون دادم در رابطه با اون پسر یا دختری که 13 سالشه ولی میخواد به اصطلاح از سگای همسایه ها و اینها چیز کنه، نوشته آقای پرتی کاکو اینو میفرستم که ببینید چه فرقی ما ایرانی های متمدن با دیگران داریم. پسر بچه 13 ساله تبلیغ کار داده و در خونه مردم چسبانده، آفرین بر او و مادرش، قابل توجه رضا پولوی و مادرش. رضا پولوی همین آقا رضا تنبله، مادرش هم این خانم فرج سیگاری چیمنی که اون دفعه میگفت من دیگه پولی هم ندارم، در یخچال باز میکنم چیزی باشه میخورم، نباشه هم دوستان گاهی کمک میکنن. ای واقعا ننگ بر تو. خب دوشنبه با آقای احمدعلی مسعود اسناری هستیم که ایشون از درونی به اصطلاح پهلوی و اینها بگه. خب ساعت 4 بعد از ظهر، آخر هفته خوبی داشته باشید، به امید اینکه دوشنبه با شما باشیم. تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید، شما میتونید از تلویزیون مردم برنامه پخش کنید، ویدیو خودتون پخش کنید. میریم سراغ آقای حسن ارشاد، بعد از یک ساعت میریم کانادا سراغ آقای زاهد هفت لنگ. یکی دو ساعت، نه نیم ساعت، یه ساعت به من وقت بدید، لینک یوتیوب رو این دفعه توی فیسبوک هم میذارم که شما بتونید قشنگ اون اگه صدا اشکالی داشته ببینید. در هر صورت آمریکایی‌ها میگن what you see is what you get. ما ایرانی‌ها میگیم ظاهر و باطن همینه، ولی هممون ظاهرمون با باطنمون فرق میکنه. بیان یه کاری کنیم ظاهر و باطنمون یکی بشه. روز روزگار بر شما خوش. آقای فرهاد زمانیانم تازه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا نوش دارویی که بعد از مرگ سهراب آمدی؟ برو به سلامت، خدا نگهدار.